من از سلام عرض میکنم خدمت شما آقای سوربی و بینندگان و شنوندگان محترم مردم تیوی. الان صدا مو دارید؟ مجددا سلام عرض میکنم بین به شما آقای سوربی و بینندگان و شنوندگان محترم مردم تیوی. من علی جهانی هستم. سال 58 توسط یکی از معلمان با این سازمان آشنا شدم که بعدش دیگه تو همین فعالیت‌های تبلیغاتی و نمیدونم کارهایی که سازمان تو ایران داشت شرکت میکردم، زمین که دانش آموز بودم تقریبا اون موقع اول نظری بودم. بعد دیگه سال 60 هم دستگیر شدیم، یه مدت زندان بودیم، بعدش هم که از زندان آزاد شدیم در سال 66 از طریق همین کانال‌های سازمان دوباره وصل سازمان شدم و از طریق مرز پاکستان اومدم عراق که اون موقع به اصطلاح سازمان ارتش به اصطلاح آزادی بخش که همون ارتش کوچیک از صدام بود را تشکیل دادیم که ما هم اون موقع یه جوانی بودیم که دنبال مثلا این بودیم که آزادی و نمیدونم از این چیزا و این شور انقلابی تو سرمون بود و خلاصه همین چی را ول کردیم اومدیم دنبال این سازمان و ادعای دروغینی که مسعود رجبی داشت در مورد این که مثلا ما اسلام انقلابی هستیم و نمیدونم دنبال آزادی و رهایی و از این حرفا. خلاصه ما سال 66 وارد عراق شدم و بعد از یه دوره آموزش ها و تو قسمت های مختلفی ارتش فعالیت کردیم تا اینکه سال 73 مریم رجبی را مسعود فرستاد فرانسه که صرفا کارش برای همین کار جمع‌آوری نیرو و نمیدونم کارهای مالی اجتماعی و از این چیزا بود. ما هم تقریبا حدود 700 نفر از ارتش همین به اصطلاح آزادی مسعود رجبی اعزام کرد خارج که اومدیم سال 73 بود، اومدم خارج تو قسمت مالی اجتماعی کار میکردم. یه مدتی اونجا بودیم و بعد سال 76 که مریم رجبی رو دوباره برگردوند عراق و ما هم دوباره که البته من نمیخواستم برم ولی گفتن که برگردین دوباره شما رو میفرستیم برای کار ادامه کار مالی اجتماعی که ما بالاخره با فریب و دروغ اینا رفتیم دوباره تو عراق، ضمن که در حالی که رسیدیم به عراق مسعود رجبی گفت دیگه خارجه نداریم و شما نمیتونیم برگردیم که من دیگه در اون ارتش به اصطلاح آزادی بودیم و مجبور بودیم تحمل کنیم تا اینکه صدام سردمون شد که رفتم. یه سال 83 بود که از اینا جدا شدم، یه حدود 4 سالی هم پیش آمریکایی‌ها تو یه کمپی در کنار همون اشرف به نام تیف بودم که از اونجا بعد که اون تیف جمع شد ما رفتیم کردستان و عراق و از اونجا رفتم ترکیه و بعد بالاخره اومدیم 2008 به تاریخ اینجا اومدم آلمان و الان تو آلمان زندگی میکنم. بله این سازمان مجاهدین منابع مالی زیادی داشت که یکی از منابع مالیاش مثلا خود همین دریافت پولی که از صدام از
فروش نفت بهشون میداد، نمیدونم از این ور و اون ور، بالاخره یا شرکت های انتفاعی که تو خارج داشت. یکی از منابع مالیش هم همین شیوه های مالی اجتماعی، در واقع بهتر بگم اخاذی از مردم و کلاهبرداری از مردم و شهروندان اروپایی و سوء استفاده از چیز حقوق بشری، حس حقوق بشری این مردم بود. که مالی اجتماعی یکی از این شیوه های اخاذی بود. تو این رابطه وقتی اوج گرفت این کار، البته تو همون زمانه اول این خارج کشور سازمان بود این کار رو انجام میدادم، ولی وقتی اوج گرفت که ملیان رجوی سال 73 اومد به اصطلاح خارج کشور تو فرانسه مستقر شد و کارش دو تا کار داشت، یکی همین که نیرو جمع کنه بفرسته عراق، یکی هم این که همین کلاهبرداری و با پولشی هایی که تو این رابطه بود را راه اندازی بکنه. و تو این رابطه بود که مال اجتماعی اوج گرفت و حدود 700 نفر از کادرها رو فرستادم برای این کار تو خارج، از جمله خودم هم جز این نفرات بودم که برای همین کار اومدیم خارج کشور. شیوه‌های اخاذی سازمان از مردم تو اروپا این بود، یکیش مثلا چی بود؟ مال اجتماعی بود که میرفتیم تو خیابون با یه آلبوم که عکسایی از کشته شدگان تو جنگ بود، تو درگیری ها بود، و یه سری عکس ها از بچه ها بود و نمیدونم یه عکس سنگسار بود و یه عکس نمیدونم از نمیدونم شکنجه بود و اعدام و از این حرفا، اینا رو به مردم باید نشون میدادیم و بعدشون ازشون پول میگرفتیم. یه شیوه دیگه مالی ویژه بود که اونم حالا توضیح میدم. یه شیوه دیگه مستمری گرفتن از مردم بود. خلاصه این شیوه هایی بود که سر مردم اروپا کلا میذاشتن و شیوه های کلاهبرداری از مردم اخاذی میکردن برای کمک به آدم هایی که کشته شدن تو درگیری با حکومت ایران به دروغ، و ما این پول رو میخواییم برای بچه هایی که این آدم ها کشته شدن، بچه هاشون یتیم شدن و تو کمپن، مثلا مردم سوال میکردن کدوم کمپ، میگفتن بین ایران و عراق یا ایران و ترکیه تو مرز، و میگفتن اینا تو کدوم کمپ هست؟ بالاخره این کمپ واقعیت داره، کمپی که واقعیت نداره. میگفتن آقا بالاخره این مردم سوال میکردن بالاخره این کمپ کجاست؟ تو عراق؟ میگفتیم نه. میگفتن مثلا تو ترکیه؟ میگفتیم نه. تو ایران؟ نه. بین این دوتا، بین این دوتا یه جای چیزی. من بارها سوال کردم از این مسئولین این کار که آقا این چرا به مردم، مگه ما نمیگیم ما سردر سازمان نوشته صدا فدا و صداقت، چرا به مردم اینجوری دروغ میگیم و پول به است مثلا کمک به بچه های یتیم جمع میکنیم و بعد برای سلاح و برای کارهای تروریستی سازمان انجام چیز میکنیم، استفاده میکنیم؟ میگفتن نه، ما نمیتونیم اینا به مردم بگیم راستشو، مجبوریم دروغ بگیم. یعنی علنا اینو مسئولین سازمان، خود مسئول رجوی، خود مریم رجوی بارها اینا اعلام میکنیم. من سال 73 که وارد صد چیز شدم، خارج کشور اومدم آلمان، و بعد مسئله پناهندگیم هنوز حل نشده بود، تازه اقامت گرفته بودم اینا، من را بردم پایگاه و گفتم باید بری برای مالی اجتماعی. مالی اجتماعی اینجوری بود که اینا طی سال یه تیمای دو نفر سه نفره تشکیل میدادن که عمدتا یه نفر باید از زناشون بود که به اصطلاح حواسش به اون دو نفر بس به قول خودشون برادرها باشه که دنبال کارهای دیگه نرن و حواسشون به کار مالی اجتماعی باشه. یه تیمای دو نفر سه نفره درست میکردن میفرستن تو شهرها، بعد این تیما باید تعهد داشتن که خود مریم رجوی تعهد مشخص میکرد که مثلا باید روزانه $2,000 هر نفر از مردم اخاذی کنه، حالا چه به صورت نقدی چه به صورت چک، و مثلا تو آلمان به صورت اوروایزنگ هم بود، حالا نمیدونم اوروایزنگ میدونی، مثلا اوروایزنگ میکردن طرف، بعد میرفتیم از حسابش میگرفتن که باید از مردم اخاذی میکردیم. بعد این شیوه ها تو هر سال از نوامبر و دسامبر تا 15 ژانویه حدود 2.5 ماه به صورت بسیج مالی بود که قبلش آماده میکردن، تیم بندی میکردن، شهرها رو مشخص میکردن و بعد تو سراسر کشورهای اروپایی
خود مریم رجبی قبلش این نشست میذاشت و تعهد مشخص میکرد که هر نفر باید این 2000 دلار روزانه در بیاره. این دو ماه چون میگفتن زمان به اصطلاح ایام کریسمس و نزدیک اینا پول زیاد دارن و باید تو این دو ماهانی ما بیشترین پول رو در بیاریم از این. بعد هر کس هم که اگر این تعهدش نمیرسید شب نمیذاشتن بیاد خونه. ما روزانه تقریبا 14 ساعت الی 15 ساعت تو بیرون بودیم. مثلا من یادمه 8 صبح بلند میشدیم میرفتیم تا 10 شب، بعضا مثلا اگه به تعهد نمیرسیم زنگ میزدیم میگفتن هنوز نیا، چون تا 10-11 شب که دیگه شهر خلوت بود، 8-5-6 غروب دیگه شهر خلوت بود، بعدش باید میرفتیم خونه گردی، یعنی میرفتیم تو خونه های مردم در میزدیم با اینا صحبت میکردیم و بعد میگفتیم باید اینقدر مبلغ برای مثلا این بچه ها کمک کنید، که یه لیست مشخص کرده بودن مثلا برای لوازم تحریر اینقدر، برای چادر برای یه بچه اینقدر، نمیدونم برای شیر و خشک بچه اینقدر، نمیدونم همه رو نقبندی کرده بودن که موندیست باید با مردم صحبت میکردیم بر اساس ظرفیتشون ازشون کمک میگرفتیم، که این کمک ها رو یا اگر نقدی نداشتن باید چک میدادن از چک شخصی یا اوبای وایزن بیش میکردن. تو این رابطه من یادمه مثلا تو سوئد رفته بودیم برای کار مالی، یکی از بچه ها به تعهدش نرسیده بود، بعد زنگ میزنه میگن که حق نداری برگردی پایگاه، اینم به شوخی میگیره، بعد بر میگرده دوباره در براش باز نکردن شب که بیاد خونه پایگاه به اصطلاح، بعد مجبور شد بنده خدا بره توی همین تو سوئد تونلبان بود، تو تونلبان شب شنبه هم بود، شنبه صبح تا صبح این تونلبان هی میره میاد دیگه، این بنده خدا مجبور شد شب رو تو تونلبان بخوابه در واقع به سر بذاره تا صبح، که راش نداره مخوبتن تو به تعهدت نرسیدی، به اون چیزی که سازمان مشخص کرده نرسیدی، یعنی اینقدر چیز میکردن آدم ها را فشار تحت فشار قرار میدادن و بعد میگفتن که ما میخوام چی این پولا برای ارتش آزادی بخش میکنیم. من یادم خودم که سال 73 میخواستم بیام، تقریبا شهریور بود، آره قبلش توی قسمتی کار میکردم به نام سین مالی، همون ستاد مالی سازمان توی اشرف، که کارش جمع‌آوری نمیدونم بشکه و کیسه زباله و نمیدونم پلاستیک و از این چیزا و نمیدونم ماشین های خراب بود، اینا رو تعمیر میکردن و به عراقی ها میفروختن، که میگفتن ما داریم، من گفتم چرا این کار رو میکنیم، میگفتن که ما میخوام پول جمع کنیم بفرستیم برای خواهر مریم، اون نیاز به پول داره تو خارج کشور. بعد ما رو که فرستادن اینجا خارج کشور، بعد تو نشست مریم میگفت تعهد گذاشته بود که ما پول نیاز داریم بفرستیم برای ارتش آزادی بخش. من همونجا سوال کردم، گفتم خب این، البته از خود مریم رجبی که سوال نکردم، از مسئول مستقیم هم سوال کردم که خب این تناقض چجوریه، اونجا که گفتم داریم پول جمع می‌کنیم بفرستیم اینجا میگم خب پول جمع کنیم بفرستیم اونجا، که جواب ندادن، گفتن که ما همین که مشخص کردیم شما باید این کار رو بکنیم. بعد این مال اجتماعی اینجوری بود دیگه، یه شیوه هایی که به اصطلاح کار اخاذیشون کار میکردن یکیش همین بود، که مثلا ما میرفتیم به صورت تیمی میرفتیم تو خیابونا از مردم پول جمع میکردیم، مثلا یه کار توضیح همون آلمومی که مشخص کرده بودن براشون میدادیم، با این زبونم که زیاد بلد نبودیم بیشتر با زبون اشاره و با نشون دادن عکس و اینا خلاصه باید به تعهد میرسیم. بعدش وقتی که یه نفر کمک میکرد آدرسش هم میگرفتیم، که آدرسش هم میگرفتیم و بعد این آدرس رو باید میبردیم میدادیم پایگاه به اون قسمتی، یه قسمتی داشت به نام مالی ویژه. قسمت مالی ویژه کارش چی بود؟ این آدرس ها رو برمیداشت، آدرس و تلفن طرف برمیداشت، بهش تلفن میزد، یه قرار ازش میگرفت، میگفت من میخوام باید ملاقات کنیم از طرف انجمنی که این کارو میکنه. بعد میرفت این قسمت مالی ویژه میرفت با اون طرف ملاقات میکرد، بهش میگفت که آره تو آدم خوبی هستی که کمک کردی فلان، و یکمی نوار پاور بهش نشون میداده، یه نوار ویدئویی اینا،
خلاصه نفر رو راضی میکرد که یه کمک کلانی بکنه، مثلا 150,000 تا، نمیدونم 100,000 تا، اون موقع مارک بود تو آلمان، تو کشور دیگه مثلا کرون بود سوئد اینا، که بعد به بچه مثلا این بچه رو به عنوان بچه خودت چیز کنی و بهش کمک کنی. اینجوری یک کمک اینجوری هم از نفر میگرفتن و بعد قسمت مالی ویژه باز بین این نفراتی که به اصطلاح بیرش میگوتن سوژه، بین این سوژه ها یکی که خیلی به اصطلاح چیز حقوق بشریش بالا بود، اونا آدرس و تلفن و ایناشو به یه قسمتی میدادن به نام مستمری یا همون آبونه. بعد این قسمت هم چیکار میکرد؟ میره با طرف باز یه کمی به اصطلاح خودشون به قول خودشون کار توضیحی میکرد و اونا راضی میکرد که مستمری بشه، یعنی ماهانه مثلا 50 دلار یورو یا دلار یا اون موقع که مارک بود به یکی از این بچه ها کمک کنه. اون بنده خدا هم مثلا اینجوری یه پولی هم اینجوری ماهانه اینجوری میگرفتن، قسمتی داشت به نام مستمری. اینا شیوه‌ای بود که به اصطلاح اخاذی میکردن از مردم. من یادم توی یکی از شهرها عکساش هم ثابت بود توی آلمان دیگه، توی یکی شهرها یه عکس کوچیک گذاشته بودن، اسم بچه داریوش بود که به اصطلاح تو کمپی بین ترکیه، مرز ترکیه و ایران، کمپی که اصلا وجود نداشت، اونجا زندگی میگه. بعد این توی شهری بودیم توی آلمان، شهر گوتینگن، اگه نمیدونم شما میدونی یا نه، تو شهر دانشجوییه، دانشجو زیاد داره. این شهر که رفتم و با یه دانشجو داشتم خودم صحبت میکردم، دیدم میخنده وقتی این عکس داریوش رو بهش نشون دادم. بعد گفتم چیه میخندی؟ گفت بابا من کوچیک بودم، بابام دستمو گرفته بود، داشتم همینجا رد میشدم، نفرات شما این عکس رو نشون بابام دادم، گفتم که این اینجوریه. بعد این داریوش هنوز بزرگ نشده. واقعا یعنی شیوه هایی که اینا میرفتن دیگه، مردم هم خیلی هم متوجه میشدن که شیوه هاش واقعا شیوه های کلاهبرداری بوده، میدونم اخبازی دروغ و ریاست. ولی ولازه خود یارو دیگه گفت بابا جمع کن این چیز را، این چیه؟ شما مثل مکدونالد شدید، تا همه شهرها و هر جا میریم میبینیم یه یکی باز شما هستن. خلاصه مردم خیلی چیز شاکی بودن از دست ما، ولی سازمان از رو نمیره و میگفت باید این کارو بکنیم. و ما هم که با قول خودمون فکر میکردیم در راه آزادی و نمیدونم در راه خلق و میهن داریم کار میکنیم، مجبور بودیم این کارو انجام بدیم و روزانه در واقع 14-15 ساعت باید تو سرما، من یادمه تو نروژ سال 74 تو زمستونش نوامدسام اونجا بودم، 30 درجه تو شمالش سمت تورنهایم اونا 30 درجه زیر صفر بود، یعنی اینجا سیبیلا آدم یک قندیل میبست آدم وقتی میرم تو خیابون، آلبوم از دست آدم میفتاد میشکست. ما مجبور بودیم بریم اونجا خونه گردی و نمیدونم همینجوری تو خیابون و تو شهر از مردم پول جمع کنیم برای سازمان. ولی این پولا بعدا متوجه شدیم که 10,000 تا زیر بالش خانم مریم رجوی توی پاریس موقع که بازداشت شده بود اونجا پیدا شد و معلوم نبود این پولا تو چه مصارفی میرسید. و خلاصه اینجوری سر ما و مردم کلاه میذاشتن. بله، این مسئول مستقبش که تو خارج کشور خود مریم رجوی بود که قبل از هر شروع هر بسیج مالی به اسنه اینا نشست میذاشت و اونایی که حاضر نمیتونستن شرکت کنن باید نوارشون میدیدن، بعد میرفتن مالی.
ولی مسئول مستقیم، مسئول به اصطلاح اون قسمت مالیش خانم سرایا شهری که بهش میگفتن طاهره بود، که تو خود پاریس مستقر بود، اونم مستمر نشست میذاشت، میگم سرکشی میکرد کشورها، و تو هر کشور یک مسئول کشور داشت، مسئول مالی کشور. مثلا تو آلمان اون موقع که ما میرفتیم مهناز شهنازی بود، بعد این مسئول مثل هر کشور خودش برای هر شهری توی اون کشور یک مسئول مشخص میکرد. مثلا ما میرفتیم هامبورگ، مسئول مالی به اون مسئول مالی هامبورگ بس میشدیم، که مثلا به فرض تو هامبورگ اون موقع خانم سویلا شعبانی بود، آره سویلا شعبانی بود، بعد یا نمیدونم تو هر شهری مثلا اشتوتگارت میرفتیم خانم پرمین صباحی بود، نمیدونم هر شهری که میرفتیم اونجا یه مسئول داشت، با ما میرفتیم شبا تو اون پایگاه میخوابیدیم، پایگاه داشت از ما اونجا. بعد روزا میرفتیم حالا یا تیمای خودمون بودیم، کادرهای سازمان به اصطلاح، یا هواداران بعضیشون میومدن، مثلا بعضیشون طی هفته دو روز سه روز میومدن، اونا هم بعد میومدن کار مالی میکنن. بعد نه یه پایگاه مثلا یه ساختمون یه آپارتمون رو میگرفت، پول سازمان نمیداد. مثلا توی کل من مثال بزنم، دو تا پایگاه معروف داشت، یکیش نیکوسینی بود، یکیش مثلا باقرزاده بود، باقرزاده قسمت مالیش بود، مالی و نیرویش. این پایگاه یه آپارتمان بزرگ بود با گاراژ و همه چیش، در اختیار سازمان بود. حالا این آپارتمان چجوری بود؟ پولش رو سازمان نمیداد که. خونه هاش هر اتاقش به اسم ما بود، مثلا من توی یکی از اتاقاش، من و یکی از دیگر بچه ها اسممون بود، که مثلا قسمت سوسیال، اینجا سوسیال کمک میکرد به، الان جاب سنتر بهش میگن، اون موقع سوسیال بود، سوسیال کمک میکرد، خونه پولش را سوسیال میداد. اون خونه به اسم من بود ولی جزء پایگاه سازمان شده بود. تمام این اتاقای این آپارتمان مثلا به فرض 4 طبقه که مثلا نزدیک 30-35 تا اتاق داشت، اینا همش به اسم آدمایی بود که مال سازمان بودن، ولی سازمانی نکرده بود پایگاه. بعد چیکار میکرد؟ پولش را به اصطلاح سوسیال میداد به اسم ما، یعنی خونه ما بود ولی پایگاه سازمان میشد. یعنی اونجا دفتر کرده بود، یه قسمت زیرزمینش کرده بود آشپزخونه، بعد یه اتاق که مثلا برای دو نفره رو میکرد 30 نفر توش جا میداد، تخت میذاشت و فلان میذاشت، یه دستشویی باید اونجا استفاده میکردی، همون شیبه ای که توی اشرف بود یا 25 نفر توی آزاشگاه، اینجا همون شیبه ها بود. اجازه بدید بینندگان عزیز، بعضی از شماها گفتید که وقتی من صحبت میکنم صدا رو ندارید، لطف کنید الان بگید به چه صورت هست. ممنونم از شما آقای جهانی، متشکرم، ادامه بدید به صحبتاتون، بفهمید. آره این پایگاه هایی که میگفتم اینجوری بود که در واقع خونه هایی بود که سوسیال در اختیار ما که پناهنده شده بودیم تو کشور داده بود، ما یا و هواداره دیگه، سازمان اینا این کل این آپارتمان رو به اسم خودش به نام پایگاه کرده بود، برایش تو اون کارهای نیرویش رو میکرد، کارهای مالی اجتماعیش رو میکرد و کارهای صفت داخله، مثلا نیکوسینی، پایگاه نیکوسینی که تو یونگزدورف پول بود، اونجا مثلا شده بود پایگاه صفت داخله که از اونجا عملیات توریستی شده داخل کشور هدایت میکرد، نمیدونم تیم اعزام میکرد، امکانات تیم رو فراهم میکرد میفرستاد. یعنی این پایگاه که میگم در واقع آپارتمان هایی بود که سازمان از چیز ما، از کمکی که سوسیال به ما میکرد، از اونم نمیگذشت. من حتی یادمه ما اون موقع 400 مارک آلمان ماهانه پول دریافت میکردیم، این کارتمون دست سازمان بود، خودشون برمیداشتن، اصلا نمیذاشتن ما یک مارک از این پول برداریم، حتی اون پول پناهندگی ما سازمان برمیداشت. یعنی شیبایی که اینا استفاده میکردن علیه نیروها واقعا، یعنی مثلا من الان بخوام بگم در عرض یه ساعت دو ساعت نمیبردی، واقعا مثنوی 70 من کاغذ میشدم میخواد بنویسی این چیزا رو که چی شیبایی زده مردم استفاده. بعد تازه معالم ما میگفتن 15 یورو بهتون میدیم، 15 مارک ببخشید، من همش میگم یورو چون الان یورو شده، 15 مارک بهتون میدیم پول تو جیبی، اونم نباید استفاده کنید، سر ما بیاریم پس بدیم. واقعا
شیوه هایی که داشتن خیلی جالب. بعد بله این پایگاه هایی که گفتم اینجوری بود دیگه. بعد مثلا تو هر شهری، مثلا هامبورگ هم همین شیوه بود، نمیدونم تو شهرهای دیگه مثلا اشتوتگارت هم همین بود، یا مثلا تو کشورهای مثل سوئد، نروژ همین شیوه بود. من میخوام ببینم که اون مسئولین شما هم همین زندگی رو داشتن، یعنی 30 نفر میدونم چند نفر توی یه جا زندگی کنن، یا اونا از وضع بهتری برخوردار بودن؟ نه اتفاقا مثلا اگر توی پایگاهی 3 طبقه بود، یه طبقه در اختیار مسئول محترم بود با امکانات چیزش، بقیه امکانات کیز تقسیم میشد بین نیروهای دیگه و بعد امکانات کارهای دیگه سازمان. نه اینجوری نبود که مثلا مسئولین مثل چیز باشن. این سازمان همه شعارهایی که میده، مثل شعار فدا و صداقت، نمیدونم شعار جامعه بی طبقه تویدی، طبقه جامعه در طبقه غیر تویدی بود اونجا، چه تا ارتش آزادی بخشش، چه اینجا که بودیم، مسئولین امکاناتی که داشتن، زمان استراحتی داشتن. نمیدونم اینجا مثلا مسئول خانم ساعت 10-11 صبح از خواب بیدار میشد، بهترین ماشین ها داشت، دیر پاش بود، بعد یه طبقه از این ساختمون در اختیارش بود با همه امکاناتش، بعد تازه نفر داشت که براش غذا آماده کنه، براش ببره، صبحانه بهش بده، نهار بده، نمیدونم بهترین لباس ها رو میپوشیدن. همش هم توی نشست با مریم رجوی در این شهر، اون شهر، این کشور، اون کشور در تردد بودن و ما بودیم که تو خیابون برسن، باید میمدیم توی پایگاهی که با اون امکانات کم زندگی میکردیم. و تو بیرونم من یادم مثلا یه مدت سوئیس که رفته بودیم، نمیذاشتم بریم بیرون غذا بخریم، گفتن اینجا گرونه. غذا و یه ساندویچ تو خونه با من درست میکردن، باید با همون ساندویچ رو میبردیم تو این 14 ساعت وسط روز یه ساندویچ میرفتیم میشستیم توی گوشه ای میخوردیم که معمولا سردم میشد. ما میرفتیم یادم میرفتیم تو کلیسا، تو اون کلیسا میشستیم غذا میخوردیم، بعد دوباره بلند میشیدیم ادامه کار. یعنی اینجوری ما سختی میکشیدیم، ولی مسئولین اتفاقا در اوج رفاه بودن و از همه امکانات استفاده میکردن. بعد ما هم نمیتونستیم چیزی بگیم، میگفتن چون مسئولین هم باید چیزشون وقتشون آزاد باشه و بهتر بتونن به کاراشون برسن. اتفاقا اینجور نبود که مسئولین سازمان مثل ما زندگی کنن، برعکس ما بودن. یعنی شماها اعتراض میکردین که اگر جامعه بی طبقه توحیدی هست چرا شما یه طبقه دارید، ما 30 نفر توی یه طبقه؟ جواب میدادن که ماها چون مسئول هستیم باید راحت تر باشیم تا بتونیم بهتر فکر کنیم. گفتم ما باید مسئول، چون مسئول هستیم باید ذهنمون راحت‌تر باشه، بتونیم بهتر فکر کنیم، تر بریزیم، براتون برنامه بریزیم، کارهای مالی اجتماعیتون رو راه اندازی کنیم، از این حرفا مثلا، یا کار نیرویی بکنیم، کار فکری داریم، باید چیزمون راحت باشه. ممنونم. اجازه بدین من همینجا اعلام کنم به دوستان مسئول در سازمان مجاهدین که همیشه ما این امکان رو گذاشتیم که اگه اونها هم صحبتی دارن در این رابطه با صحبتایی که شما میکنید، نظراتشون رو بگن. و اجازه بدید که از آقای رجوی، چه زنده چه زخمی چه مرده، من خواهش کنم، یعنی تشکر کنم که بالاخره پاسخ دادن بعد از این همه برنامه‌هایی که بود. نمیدونم ایشون هم مثل که بیننده تلویزیون مردم شدن و جواب دادن، حتی در رابطه با اون مدال‌هایی که درست کردند که عکس خودشون بوده برای خانم‌ها و اینها توضیح دادن و توضیح اون ویدیوی اون هست، ولی چون مستقیما مسئولی نیومده در تلویزیون مردم صحبت کنه، من اون رو پخش نمی‌کنم. این هم مصطلح توضیح بود که من لازم دیدم بگم. مجددا خدمت دوستان بیننده و شنونده عرض می‌کنم که میتونید از طریق شماره تلفنی که هست 703-957-6150 و یا ایمیل info@mardomtv.com تماس بگیرید، پرسش ها و نظراتتون رو با هر یک از این بینندگان، از این شرکت کنندگان در برنامه که قبلا مجاهد بودن و الان جدا شده هستن در میون بذارید و این دوستان به شما در برنامه های آینده پاسخ میدن. من ساکت میشم، شما لطف کنید بگید که از کی شروع شد در شما این به اصطلاح سوال و پرسش که از خودتون سوال کردید که من اینجا چه کار میکنم و آیا باید وایسم یا برم، این رو برای مردم یه مقدار توضیح بدید. بفرمایید.
من در سال 76 که تو خارج کشور هنوز بودم، وقتی که با ما رو جمع کردن، تو زمانی که بودم تو مالیش بودم، ما رو جمع کردن، گفتن که مریم رجبی برگشته عراق. از اونجای ذهنم زد که بالاخره مگر مسئول رجبی نگفت این مریم رجبی میره موشک استراتژی که میره خارج کشور و از اونجا میره ایران، بر نمیگرده اینجا، باید راه سرنگونی اینا رو فراهم کنه. حالا چی شد این موشک استراتژی دوباره برگشت سر نیروهای مستقر در اشرف؟ از اونجا این چیزم زد که این شیوهایی که اینا میگن، این حرفایی که اینا میزنن، زیاد اعتبار نداره و نمیشه روش اعتماد کرد. که با من گفتن نه اینجوری نیست، و بعد شما اگر سوالی چیزی دارین میتونین برین از خود مسئول رجبی سوال کنین، اونا بهتون جواب میدن، اینجوری نیست، سازمان همه چیزش حساب کتاب داره. بعد حتی خود همین مسئول بالای مالی که تو فرانسه بود، ثریا شهری، این منو صدا کرد، گفت تو برو عراق. من گفتم نمیرم دیگه، من همجا میمونم، نمیرم. که به من گفت تو برو عراق، بعد بر میگردی. من تا اون موقع هنوز فکر نمی کردم سازمان به این درجه دروغگویی و شیادی و نمیدونم عدم صداقت این سازمان تا این درجه من چیز نداشتم. که ما خلاصه گفتیم باشه میریم عراق و بر میگردیم. رفتیم عراق، تو همون اولین روز نشست گذاشت مسئول رجبی، گفت نه هیچ کس دیگه خارج بر نمیگرده، ما مشخص میکنیم کی بر میگرده کی بر نه. که ما رو فرستادن تو ارتش، که من از همون موقع دیگه فهمیدم عجب سازمان ریاکار و دروغگویی من باش به اصطلاح روبرو شدم، که من دیگه کاری هم نمیتونستم بکنم. هر شیوه ای رو میرفتم که از این سازمان چند بار گفتم من میخوام برم، گفتن نمیتونی بری، شما رو میفرستیم ابوقره بود، نمیتونم 8 سال بعد اونجا بمونی، بعدش هم میفرستن به عنوان اسیر جنگ ایران. که گفتم من این همه مدت با سازمان بودم، باید برم به عنوان اسیر جنگی بودم، 8 تا ابوقره بمونم، من اگر زنده موندم تازه برم ایران. که من مجبور شدم بمونم تا صدام سرنگون شد. وقتی صدام سرنگون شد، که ابتدا ما فکر میکنیم خب ارتش آمریکا اینا رو هم تعیین تکلیف میکنه، و دیدیم بین زدوبندهایی که بین ارتش آمریکا و این مجاهدین و این سیاست بقول مسئول رجبی موازی، که بعد بیشتر بهتر بگیم سیاست به اصطلاح چاپلوسی و نوکری برای آمریکا، این باعث شد که آمریکا اینا رو نگه داره اونجا. و دیدیم اینجوری نیست که اینا آمریکا بخواد اینا رو همکاری کنه با دولت عراق و اینا رو از اینجا خارج کنه، با ما هم بریم دنبال زندگی. که من مجبور شدم دیگه سال 83 از اینا جدا بشم، برم همون کمپی که آمریکایی‌ها درست کرده بودن به نام تیف در چادر بود. 1383 هست. آره 1383 خودمون، آره میشه تقریبا 2002 بود فکر کنم. بعد اونجا نه پولی نه وسایلی هیچی نداشتیم، مجبور شدیم برای آمریکایی‌ها کار کنیم. بعضا ما 10 ساعت 11 ساعت برای آمریکایی‌ها کار میکردم، ساعتی یه دلار به ما میدادن. که این پولا رو جمع کردیم توی 4 سال، که بعد تونستیم با اون پولا بریم استرد غیرقانونی بریم از عراق خارشیم، بیاریم خودمون رو برسیم به اینجا. این بود داستان چیز ما از سازمان. بله، وقتی که شما میگفتید ما میخوام از سازمان جدا بشیم، دوستان دیگه هستن که میگن باشون صحبت میکردن و همین ماجرایی که شما گفتید که میدیمیتون تحویل و اینها، ولی اونها میگن که ما رو میگفتن 2 سال در زندان نگه میدارن تا تخلیه به اصطلاح اطلاعاتی بشیم یا اطلاعاتون بسوزه. بعدن شما میگید 4 سال با آمریکایی‌ها بودید. این من میخواستم اتفاقا سوال کنم، ولی شما توضیح دادید، چون بیرون مجاهدان میگن که آمریکایی‌ها آمدن و با یکی یکی صحبت کردن و همه با رضا و رغبت مو گفتن که ما میخوایم بمونیم، ولی شما میگید که اینها یک زد و بندهایی با هم کرده بودن که اتفاقا دنبالش هم ما میبینیم هنوز اون ماجرایی که حتی میگن مجاهدین رو در آمریکا در صحرای نوادا دارن آموزش میدن که به اصطلاح به ایران حمله کنن و صحبتهای دیگه و به اصطلاح اون خوشخدمتیهای مجاهدین، که امیدوارم فرصتی بشه دیگران در این مورد صحبت کنن. من میخوام ببینم این پروسه یا مراحل
وقتی که یه نفر تصمیم میگیره جدا بشه اون رو برای ما باز کنید. چه کار میکنن؟ اونها میان شما رو تشویق و ترغیب میکنن که بمونید، یا اینکه تنبیه و به اصطلاح ترعیب میکنن، میترسونن که به اصطلاح جدا نشید؟ چه جوریه؟ این رو برای ما توضیح بدید. یه نفر اگر بستگی به سطحش داره، مثلا سطح تشکیل ما، مثلا اون موقع سطح تشکیل این تیم بسلا در حد امو بود، این اول باید میبردنت به اصطلا با مسئولین بالا، مثلا من احمد حنیف نژاد برادر اون محمد که بنیانگذار بود، مثلا این با من برخورد کرد، به اصطلا خودشون گفتن برخورد تشکیلاتی، گفت که نباید بری و اینجوری نیست و اونجوری نیست، که ما برش توضیح دادم بابا این ارتشی که شما میگین یه مشت پیر پاتال شدین، یه مشتی هم بچه های میلیشیا بودن که خارج کشور بودن، اصلا بنده خدا نمیدونن سلا رو باید چجوری بگیرن، از سمت لوله بگیرن یا از سمت تهش سلا بگیرن، تو با این که نمیتونین سرنگون کنین اما بهترین سلاها رو بهتون بودن ببرم اتون دامون مرز، نمیتونین مرزم 50 کیلومتر حکومت ایران خالی کنه، شما نمیتونین کاری بکنین، چه سرنگونی، چه تازه شما هیچ جایگاهی تو مردم ایران نداری. گفت نه اینجوری نیست و اینا همه چیزای تبلیغات دشمنان و فلان، در پردن یک گفتم نه من باید میخوام برم، که بعد مسئول بالای تشکیلات اون موقع از دوره مسئول تشکیلات داشتم، اون موقع همین سدیده حسینی بود که بعد شد مسئول به اصطلاح اول این سازمان، این من برخورد کرد آه فلان تو همشهر از چیز همشهریگری، چون خودش هم شمالی بود منم شمالی بودم، از موضوع همشهری وارد شد و فلان و بگو، بعد ما رو بردن توی اتاقی که یه شکلاتایی که من تو خارج کشورم نهیده بودم تو اتاق این خانم آورده بودم، مثلا برای چایی و فلان و پذیرایی، که مثلا اینجوری، یعنی میخوام بگم شیوه هایی که میرفتم با تطمیع و تهدید، و اول با تطمیع و تهدید چیز میکردم، بعد اگه نمیشد تهدید، بعد منو تهدید کرد اگه اینجوری نیست پس ما تو رو بنگالی میکنیم، و بنگالی یعنی تو رو میبردن توی بنگالی از این اتاقای فلزی یا چوبی که مثل سلول انفرادی، اونجا باید نگرد میداشتن، همونجا دستشویی داشتن، همونجا باید غذا رو باید روزانه میاوردن که با دیگران تماس نداشته باشی، به بقیه میگفتن این رفته ماموریت، حالا بنده توی بنگال زندانی یه مدام اینا نگر میداشت، حالا بستگی به چیز تشکیلاتی داشت، به سطح اطلاعات، سطح اطلاعاتی که داشت، بعضا تا دو سال هم نگر میداشتن، دو سال سه سال نگر میداشتن، ولی این دوره که آمریکایی اومده بودن این دورهش کم شده بود، چون افراد معمولا خودشون فرار میکردن میرفتن به با همین گشتای ارتش آمریکا که توی خیابون چیز گشت میزدن با اینا میپیبرسن، میگفتن میخوام بریم تو کیف، میبردنشون، ولی اگر در غیر این صورت میبردن این قسمت داشتن نوع خروجی یه ماه دو ماه بعضن تا یه سال نگر میداشتن بعد اینا چیز، ولی دو زمان صدام اینجوری بود که مثلا طرفو زندان میکردن تو همون قسمت های خروجی، بخشی داشت نام زندان، اونجا زندان میکردن به اسلام میگفتن اطلاعاتش بسوزه بعد میفرستادن ابو غریب، بازه هشت سال بعد تو ابو غریب میگن، ولی ما زمانی که جدا شدیم چون زمان بود که صدام سرنگون شده بود اینا یک کمی به اصطلاح بسته‌تر برخورد میکردن، تو رابطه با آمریکایی‌ها که میگفتن آره آمریکایی‌ها با ما چیز کردن، آره آمریکایی‌ها یه بار اومدن با ما کارت شناسایی دادن، یه بار به اصطلاح چیز اومد وزارت خارجه اومد با همه مصاحبه کنن، اینا میوردن نیروها رو با یک مسئول، مثلا ما که میرفتیم یکی از فرماندهان بالاشون اونام سیامک، حالا اسم چیزش یادم نیست، اسم اصلیش این اسم تشکیلاتی سیامک بود، این با ما اومده بود اونجا بایستاده بود که هیچ کیچی نگه، که مثلا من همشون برای یه چیز حرف کلیشه‌ای میزدیم، که من تو اون مصاحبه با وزارت خارجه هم رفتم همه باید اینو میگفتیم و دوباره با اتوبوس ما رو برمیگردوندن چی؟ اشرف از اون قسمت تیف مصاحبه میکردن دوباره برمیگردوندن، یعنی اینجوری نبود که مثلا آدم ها بتونن خودشون فردن مستقلن تصمیم بگیرن و جرأت اینو نداشت هیچ کسی بگه که من میخوام جدا شم، یعنی حرف دیکته شده سازمان رو باید اونجا میرفتن میگفتن، این که میگن با آمریکایی مصاحبه کردن، آمریکایی هم با اینا چیز داشتن دیگه، میرفتن این فرماندهانشون رو قبل از که این مصاحبه شروع بشه یه پذیرایی و یه چلو کبابی و به قول معروف یه سورشنانی را مینداختن، بعدش این مصاحبه شروع میشد اینا دیگه به اصطلاح
در چیز اونا بودم و اونا در چیز بودم. این در مورد زدبنده ها که من میخوام بگم، واقعا من خودم با چشم خودم دیدم. من در اون هنوز یه هفته نشد و صدام سرنگون شده بود که هنوز این تانک های که مال مجاهدین و زده بودن، هواپیمایی که زده بودن، اینا هنوز تانک های سوخته بود، خیابونا بود، خیابونای عراق بود. من خودم به اصطلاح اسکورت همین آقای اودی ارنون، اون موقع چیز بود، فرمانده نظامی و قسمت بود، اسکورتش بودیم. می رفتیم سازمان نشون میداد محل اختفای سلاح‌های صدام توی بیابونای همرم که تو مرز تقریبا ایرانه، گوهای همرم. اینجا ما می رفتیم محل اختفا رو ماشین اسکورت سازمان بودم، آخه این چه امپریالیستیه که هنوز این تانکای سوخته تو خیابونه اینو زدن، هنوز 40 نفر از افراد کشته شدن توسط همین هواپیما. چطور شما میبادید با این همکاری اینجوری میکنیم به اسم خط موازی؟ این معلوم بود که از بالا یه زدوبندهای با هم کردن، یه قلقرارای گرفتن، یه چیزایی برای حفظ جان صدام چیز مسئول رجبی از اینا یه قلقرارای گرفتن، اینجوری دارن با اینا همکاری میکنن. این یه چشمش بود اونجا، من دیدم، سوالم کردم، هرگز جواب ندادم. گفتن سازمان گفته باید خط موازی رو با اینا پیش. آقای جهانی، خیلی ها باور دارن که اون حمله ای که شد به کمپ اشرف اتفاقی افتاده برای آقای رجوی. آیا شما ایشون رو بعد از اون ماجرا جایی دیدید؟ یا چون بعد از اون دیگه ما شاهد بودیم که حتی در ویدیوها نیستن و اون عکس قدیمی که موهاشون هم رنگ کرده بوده و اینها، اون رو نشون میدن، مال 10-12 سال قبله. نه، من اون موقع که اتفاقی که به اشرف افتاد، ما تو کوهای همره تو سنگرها بودیم و بعد ما رو برگردوندن اشرف و ما دیگه هیچ اثری از مسئول رجبی ندیدیم. ولی من خودم فکر میکنم توی پایگاهی دارن اونجا، به اصطلاح بهش تو غرب بغداد بهش میگفتن پایگاه باقرزاده، اونجا بعد الان شده فکر کنم پایگاه مرکوری، نمیدونم چی ماله، حالا نمیدونم الان دست آمریکایی هست یا نه. اون موقع بعد که افتاد دست آمریکایی شده بود مرکوری. من خودم حرف میزنم که اونجا چون محل اصلیش اونجا بود، فکر کنم اونجا مثلا با آمریکایی هست، یا اینکه نمیدونم از اونجا خارج کردن اردنه، یا نمیدونم به قول شاید کشته شده اینا رو نمیکنن. ولی خلاصه از اون موقع به بعد هیچ پیامی دیگه ازش نیومد، بجز این سری پیامای یاد داشتی برامون میخوندن، میگفتن از طرف مسئول رجبیه. ممنونم از شیرو خود. اگه شما لطف کنید نقش صلیب سرخ رو برای من بگید، چون بعضی ها میگن که صلیب سرخ هم اونجا دیداری داشته و حتی کارت ایشو کرده یا کارت صادر کرده برای شماها. آیا شما هم کارتی برای کارت صلیب سرخ داشتید؟ نه، ما که اونجا بودم هیچ کارتی نداشتیم. فقط زمان اون بعد از دیگه جنگ ایران عراق تموم شده، یه بار صلیب سرخ اومد با اسرایی که اینا از اردوگاه عراق آورده بودن، اونم با حضور مسئولین مجاهدین، عین همون مصاحبه که ما با وزارت خارجه آمریکا کردیم. مسئولین مجاهدین بنده خدا اسرا رو برده بودن که صلیب سرخ از اینا بپرسه ما میخوام برین ایران یا نه، که اونا مجبور بودن بگن نه. این کارتی برای هیچ کی صادر نکردیم. یعنی یه عده از این مجاهدین کارتی از طرف آمریکا بود. ببخشید، یه عده از این مجاهدین بعد از جنگ اسرای ارتش ایران هستن که فکر کردن اگه بیان به مجاهدین بپیوندن اقلا شرایطشون بهتر از اینه که دست عراقی ها اسیر باشن. بله، حتی سازمان خود مهدی عبدالشمسی میرفت تو اردوگاه بهشون میگفت که شما اگر بیایید برای ما توی عملیات شرکت کنید، ما شما رو آزاد میکنیم. بند خدا اومدن یه سری تو همون عملیات به اصطلاح فروغ جاویدان، که همون دروغ جاویدان در واقع بود، کشته شدن یه سریشون. یه سری هم که برگشتن هرگز اون وعده‌ای که بهشون داده بودن عملی نشد و هنوز هم یه تعدادی از اونا اونجا. خب خیلی از این دوستانی که جدا شدن اگر ساکت باشن و صحبتی نکنن، مجاهدین میگن اینا آدمای خوبی بودن و بریدن، ولی به شما و دیگران به اصطلاح این برچسب و تهمت رو میزنن که شما ماموران وزارت اطلاعات ایران هستید.
البته برای من جالبه که چه مأموری باشه که 20 سال حاضر باشه دوام بیاره توی سنگر و توی قرارگاه اشرف و توی پایگاه دیگه، بعد روزی 12 ساعت تا 14 ساعت در سرمای کشورهای اروپایی وایس از مردم پول بگیره. ماجرای اونی که گفتید وقتی که معمولا همه ماها سیبیل داریم، اونجا اینقدر سرده که نفس که میکشیم روی سیبیلامون این هوا یخ میبست و اینها، من خودم یادمه در آلمان به همین خاطر شال میبستیم جلو صورتمون. باید شماها ماموران فداکاری باشید و از جان گذشته که اینجوری حاضر شدید. برای من میخوام ببینم رفتار اینها با شما چی بوده، افرادی که تا دیروز شما رو برادر خودشون خطاب میکردن، بعد از اینکه شما گفتید که این سازمان دروغ هست و من نمیخوام اینجا باشم، اونها رفتارشون با شما به چه گونه بوده و احیانا تهمتی یا اشکالی برای شما به وجود آوردن؟ توهین‌آمیز بود و حتی توی یکی از این نشستا تعدادی ریخت سر من، نشستی بود که یکی از این زناشون به عنوان شهلا کریمی نشست گذاشته بود، بعد اونجا منو بلند کردم به عنوان سوژه، گفتن حرف بزن، من گفتم چیزی ندارم و فلان اینا، بعد گفتن خب گزارشی که نوشتی بعد اینجا رو چیز کنیم، آدم ها رو چیز کنن، انتقاد کنن، انتقاد که نه، پوش رو بعد بیرا و نمیدونم از این چیزا. بعد من حرفی نزدم چون میترسیدم از آدم ها که بعد آقا یکی بلند شد گفت تو میخوای برگردی آلمان و دنبال این هستی و دنبال مبارزه نیستی و خلاصه. بعد ریختن 4-5 نفر سرم، 6 نفر بودن سرم، دندونام رو شکستن، 2 تا از دندونام رو شکستن که اومدم بعدش که اومدم پیش آمریکایی، اونجا آمریکایی ها منو بردن دندون پزشکی درست کردن که خوبم درست نکردم واجبش اونجا دوباره برم دندون پزشکی. یعنی تهمت که چه عرض کنم، حتی طرف رو به کتک میگرفتم. بعد که من اونجا دیگه هیچ کاری نمیتونستم بکنم زیر دست و پای این آدم ها، بعد مجبور شدیم تعامل کنیم، هیچ کاری نمیشد بکنیم، چون حتی من نفر سراغ داشتم که فرار کرد از دست اینا با ماشین و سلاح، دوباره گرفتنش آوردنش. یعنی خیلی فضای سرکوب و خفقان شدیدی بود. یعنی آدم ها اینجا فکر نکنم باور کنم، باید آدم بره اونجا ببینه که چه سرکوبی، چه خطابانی تحت عنوان تشکیلات. تشکیلات اسم مستعار این دیکتاتوری که رجبی برای خودش رو انداخته اونجا. من ممنونم از شما. معمولا ما از دوستان سوال میکنیم اگر خودشون وبسایتی دارن یا ایمیل ادرسی دارن یا شماره تلفنی یا اسم اسکایپ یا فیسبوک، هر جوری که مایل هستید که دوستان بیننده و شنونده با شما در تماس باشن، لطف کنید این اطلاعات رو در اختیار بینندگان بذارید. بفرمایید. همین اسم اسکایپ هم هست، نمیدونم ایمیل هم اگه میخوان، کسی میخواد ایمیل هم بگه، خود شما راحت هستید. اگرم مایل نیستید میتونن دوستان با همین اینفورمیشنی که اطلاعاتی که روی صفحه میبینن، شماره تلفن 703-957-6150 پیام بذارن یا ایمیل info@mardomtv.com ایمیل بفرستن. من این ایمیل ها رو میفرستم برای دوستان در کانون آوا. ضمناً از بینندگان و شنوندگان خواهش میکنم که از کانون آوا وبسایتشون دیدن کنن و با اونها مستقیماً در تماس باشن. من ساکت میشم، اگر شما در پایان این گفتگو صحبتی دارید بفرمایید. من ضمن تشکر از شما که این وقت در اختیار ما قرار دادید و از بینندگان و شنوندگان محترمتون که حوصله به خرج دادن و به صحبت‌های من گوش دادن، من میخوام در پایان پیام چیز صحبت کوتاهی با جوانای امروزی داشته باشم که مثل ما جوانیشون، ما خودم 22 سالم بود وارد این سازمان شدم با هدف این که به آزادی برسیم و نمیدونم به کمک دفاع کنیم از حقوق مردم. به قول معروف آزادی و حقوق فردی خودمون رو از دست دادیم. اون پیامم به این جواناست که پول و این فریب‌های این شیادی این مسعود و مریم رو نخورن. این سازمان سازمان مجاهدین قبلی نیست. سازمان مجاهدینی که حنیف نجات بنیان کرد تبدیل شد به سازمان مسعود و مریم، به قول شما الان شده ارتش مریم. یعنی همه چی به این دو نفر مشخص چیز شده. بعد اینا گول اینا رو نخورید، فریب اینا رو نخورید. این چیزایی که تو خارج کشور راه میندازن اینا همش فریب تبلیغاتی و چیزای دروغ‌پردازی هست که برای به دام انداختن جوان هاست.
که امیدوارم که مسلمان ما تجربه بشیم برای نسل آینده، نسل جوان امروزی که دنبال این فرقه که اسمش سازمانه ولی به صورت فرقه اداره میشه نره. همین. من ممنونم از شما، برای شما بهترین ها را آرزو میکنم در زندگی جدیدتون و امیدوارم که موفق باشید و اگر فرصتی بود یا سوالی پرسشی از طرف دوستان، باز هم در برنامه‌های آینده از وجود شما استفاده کنم. ممنونم از شما، تشکر میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. مرسی. خب دوستان عزیز بیننده، اجازه بدید که بریم سراغ یکی دیگه از دوستان به نام آقای محمود سپاهی و با ایشون باشیم و برنامه ها رو پیگیری کنیم تا اون موقعی که من بتونم ارتباط رو برقرار کنم این دیسکلیمر رو که به فارسی نوشته که همه بفهمن و قابل فهم باشه توضیح میده که من اینجا یا تلویزیون مردم مسئول گفته های این دوستان نیستم و این دوستان خودشون اسم دارن، فامیل دارن، عکسشون، ویدیوشون، صداشون موجود هست و اونها مسئول هستن. از یکایی که این دوستان ممنون و از شما هم ممنون و متشکر که نشستید و به تماشای این برنامه وقت عزیزتون رو صرف میکنید. پس چند لحظه با ما باشید تا بریم سراغ آقای سپاهی. مرسی. Thank you.
دوستان عزیز با تشکر و سلام مجدد، خوشحالم که خدمت شما عرض کنم که با آقای محمود سپاهی هستیم از پاریس. سلام میکنم خدمت ایشون و بهشون خوش آمد میگم به تلویزیون مردم. آقای سپاهی لطف کنید برای دوستان بیننده و شنونده توضیح بدید که آقای محمود سپاهی کی هست، چگونه با سازمان مجاهدین آشنا شد، چند سال با اونها بوده، چه ماجراهایی به سرش آمده، در چه قسمتهایی خدمت کرده و بعدن چی شد که جدا بشه، تا بعد سالا رو بپرسیم و برنامه رو پی بگیریم. بفرمایید. با سلام خدمت همه بینندگان عزیز و خدمت خود شما آقای سوربی، بنده محمود سپاهی هستم، متولد 1361، اهل بلوچستان. خیلی خوشحال هستم امروز که میتونم گفتگو داشته باشم با شما و مردم عزیزمون. من در سال 2000 وارد سازمان مجاهدین شدم تا اواخر سال 2009 که 2009 جدا شدم و الان هم در خدمت شما هستم که پاسخ بدم به سوالاتی که بیان کنیم ذره یا جنایات فرقه رجوی رو. بله، یه مقداری از آشناییتون با سازمان بگید، چگونه جلب اونها شدید یا به چه صورت به اونها پیوستید؟ آیا شما عضو بودید، هوادار بودید، چی بوده، چرا به اصطلاح 9 سال رفتید بعد جدا شدید؟ باید یه دلیلی داشته باشید که توی این 9 سال بهتون ثابت شده اون چیزی که شما میخواستید یا دنبالش بودید این سازمان اون رو نتونسته به شما بده یا اونها اون چیزی که گفتن نبوده. بله، خب همینطوری است که شما میگین. من خودم متولد کشور امارات هستم، در امارات به دنیا اومدم، تا سن 2-3 سالگی در اونجا بودم، همراه با خانواده‌ام. بعدش هم که برگشتم ایران ادامه تحصیلاتم تا اول نظری ادامه دادم. بعد از اون خب متناسب با شرایط ایران نبود کار، نمیدونم بعضی از مشکلاتی که بود اونجا، خب تصمیم به ترک وطن گرفتم، به صورت غیر قانونی از ایران خارج شدم، به پاکستان و سپس به امارات رفتم. در امارات خب مشکلات شخصی داشتم که نمیتونستم در اون کشور بمونم، برای این تصمیم گرفتم که به یک کشور اروپایی و یا شاید هم به آمریکا سفر کنم و اونجا زندگی بهتر برای خودم درست کنم. این شد که در این داستان ها من درگیر باند رجعی افتادم که هوادارانی داشت در اینجا مزدگیرانی داشت که کارشون جذب نیرو در سال 2000. اینها میمونن کار تئوری میکردن که نیرو رو جذب کنن برای سازمان بفرستن به عراق، که اتفاقا میخوام امروز به این موضوع یعنی بیشتر بحث بکنم که چجوری جذب میکرد نیرو رو سازمان مجاهدین و میفرستن به عراق. سال 2000 بود که من با این سازمان آشنا شدم از طریق یکی از دوستان به اسم سلمان، که این فرد برای سازمان مجاهدین کار میکرد، موز میگرفت و نیرو جمع میکرد. کارش هم به این شکل بودش که این فرد نیرو رو اول پیدا میکرد. اجازه بدین که یکم من برگردم به عقب‌تر در رابطه با کشور امارات و ترکیه، چیزایی که شاهد بودم رو بگم تا برسیم موضوع بحث اصلی خودم. اگه بخوایم نگاه بکنیم، خب ایران کشوری هستش که یک سری محدودیت ها هست، یک سری بیکاری ها هست، که جمعیت ایرانیان توی این دو تا کشور بیشتر از کشورهای دیگه هستش، با خصوص جوان ها. در امارات به دلیل خیلی مشکلات عادی، مثلا نبود مدارک اقامت، نبود کار بلد، نبود زبان، خب ایرانی ها مشکل داشتن در این کشور و سازمان مجاهدین از این مسئله سوء استفاده خودش رو میکرد. در کشور امارات یک سری همونطور که گفتم مزدگیر داشت، نیروی عادی بود که خودش میگفت هوادار هستن، در صورت اینجوری نبود، اینا صرفا کار میکردن، پول میگرفتن، نیروی پیدا میکردن. جوانانی که مشکل مسکن داشتن، مشکل مالی داشتن، مشکل کار یا زبان داشتن، اینها رو پیدا میکردن و وصل میکردن به نیروهایی که عضو سازمان بودن در این کشور. در وهله اول بینا خب کمک میکردن، مشکل مسکنشون رو درست میکردن، پول تو جیبی میدادن، نمیدونم خرید میکردن، رستوران میرفتن تا این نیرو رو قشنگ اعتمادش رو جلب کنن. اعتماد نیرو رو جلب میکردن، میگفتن خب الان انتخاب کن کدوم کشور میخوای بریم.
مثلا طرف میگه میخوام برم فرانسه، میگفتن خب مشکل اینه، شما برای این کار باید اقدام بکنی که بری به عراق، از عراق چون دست ما بازتره، نمیدونم سیستم حکومتی صدام حسین پشتمون هستش، ارتش آزادی بخشی داریم، پایگاه نظامی و اجتماعی داریم، شما باید بریم به عراق و از اونجا اقدام بشه تا شما به خارج از عراق مرکشه رو اروپایی که دوست داریم بریم و ادامه زندگی رو به تحصیل بدیم. فرد رو داین ترفندها خام میکردم، فرد اینجوری در واقع فریب میدادم. این افراد رو برمیداشتم میبردم به سفارت عراق، یک برگه عبور موقت نمیدونم چی میشه اسمش، مشابه به پاسپورت ولی یک بار مصرف، از سفارت عراق میگرفتن با اسم عربی، نه اسم فارسی، حتی اسم ثلاثه عربی میگرفتن و میدادن به این فرد. این فرد رو به عنوان یک فرد عراقی تحویل زندانه خروجی امارات میدادن در دبی. بعد از دو سه روز، یک هفته، گاهی 15 روز، این فرد رو خب میفرستادن به عراق. در عراق هم یک شهر جنوبی، یک شهر بندری بود اسم ام القصر که با کشتی تا اونجا می‌بردن. و یا در موارد دیگه ای بوده که اینها رو با اطریق هواپیما می‌فرستادن پاکستان، از پاکستان می‌فرستادن سوریه، از سوریه دوباره به عراق. داستان در عراق این شکل بود که نیروهای استخبارات عراقی، نیروهای تحت کنترل خود صدام حسین، این نیروها رو تحویل می‌گرفتن و می‌رسوندن به پایگاهی در بغداد که متعلق به مجاهدین بود. فرد فریب خود همچنان در حال هوای رفتن به اروپا و این داستان ها هنوز نمیدونست داستان چیه، تا اینکه بهش مشخصا با خود من ابلاغ شد که شما باید بریم در اشرف و در اونجا مسئلتون دنبال میشه. خب منی که تا اونجا رفته بودم گفتم خب برم تا اشرف کنم بگیم چه خبر، ولی متاسفانه بعد از ورود به اشرف کلن داستان چیزی دیگه یه، یک حال و هوای دیگه یه، یک سیستم دیگه یه، چیزی اصلا متفاوته با همه جا. در خب روزهای اول آدم متوجه این داستان نمیشه، همچنان در فکر خروج از اونجاست که برگردم به داستان قبلی خودم. هیچی، من میخواستم که به اصطلاح مهاجرت کنم، برم از کشور اماراتو، تا حدودی کارم پیش رفته بود، دنبال ویزای آمریکا بودم که موفق شدم بگیرم ویزا رو، بلیط گرفتم که با حادثه 11 سپتامبر کل برنامه من رفتم. به دلیل اینکه من پاسپورتی که امارات داشتم استفاده میکردم، پاسپورت پاکستانی بود که میتونم بگم معتبر نبود چند دلیل، خود من با اون امورات هم نبودم. سازمان از این قضیه سو استفاده کرد، همون دوست قبلی که من آشنا کرده بود با سازمان، او رو فرستاد سر وقت من که برای رفتن به آمریکا هم اقدام نکن، خطرناکه، شما پاسپورت پاکستانی هست، شما مسلمان هستین و از این داستان هایی که القاعده نمیدونم الان سرتیپ تمام خبر هاست، مواظب خودتون باشین. و خود من دنبال راهکار بودم که چه کار باید بکنم تا مدارک هم خراب نشه، تاریخش نگذره، که از طرف سازمان پیشنهاد شد که شما بیا به عراق، ما به شما پاسپورت سیاسی میدیم، پاسپورتی که معتبر باشه، ایرانی باشین، با اون پاسپورت میتونین که بریم، شما با پول خودت، با مدارک خودت پاشو بیا عراق، از عراق هم برو هر کشوری که دوست داشتی. که نقطه که من فریب خوردم اینجا بود، من اقدام کردم، گفتم اوکی رو دادم که باشید من میام با پول خودم، با مدارک خودم میام تا عراق، چنج بکنم میرم کشور اروپایی. وارد بغداد شدم، مثل بقیه به ما گفتن که باید بری در اشرف، موارد اینجا دنبال میشه. اومدم اشرف، دیدم که اصلا بحثی از اروپا نیست، اصلا تمام لباسامونو گرفتن، مدارکمونو گرفتن، پولمونو گرفتن. حتی دو سه ساعت فکر کنم گذشته بود که ما وارد یک جایی شدیم به اسم ورودی ارتش آزادی بخش. گفتن که باید اسماتون رو عوض بکنیم، یه اسم برای خودتون انتخاب کنیم یا ما انتخاب میکنیم. که من غافلگیر شدم، گفتم که من اصلا برای همچین کار اینجا نیومدم، من اومدم هدفم این هست. گفتن که بعدا به شما توضیح میدم. گفتم باش، من اسم انتخاب کردم و سلام تحویل دادم و رفتیم به قسمت ورودی. یه سری خونه ها بودن که 3 نفر 4 نفر در هر یک اتاق بودیم.
فردای اون روز بحث شد که فردیه به اسم فهیمه اربانی مسئول اول سازمان بود در روزگاران قدیم، ایشون میاد با شما مصاحبه میکنه و هدفتون رو میپرسه برای چی اومدین، نمیدونه از کجا اومدین و یک چیزی مثل مصاحبه شخصی. که فردا شبش این خانم اومد و ما رو صدا کرد، یک هیئتی بودن یه 10-12 نفر. تا من نشستم به من گفتش که این آقایی که دست راست نشسته فرمانده نظامی شماست، این خانمی که دست چپ نشسته فرمانده تشکیلاتی شماست. که من صحبت ایشون رو قطع کردم، گفتم که من برای موندن به عراق و ورود به ارتش آزادی بخش نیومدم تو این کشور. من تا با صحبتی که با نفر شما در دبی کردم، با مدارک خودم با پول خودم پاشدم اومدم اینجا که برم از این کشور. خیلی راحت برگشت جواب داد که مسائلی که بیرون شما صحبت کردی و ما هیچ رفتی نداره، شما آگاهانه انتخاب کردین عراق را اومدین. که من هم عصبانی شدم و گفتم من میخوام برم، نمیخوام بمونم. گفتم باش برای خروج ما یک سری ضوابط داریم، این هر امضا کن بفرما برو. گفتم باش. سه تا نامه گذاشتن جلوی من، دوتاش به من، آخرش این بود که برای خروج از سازمان مجاهدین باید 2 سال تحت کنترل سازمان باشم، به دلیل که اطلاعات ورود دارم، مسیر رو بلدم، اطلاعاتم بسوزه. نکته دومش این بود که بعد از پایان این دوره 2 ساله تحویل نیروهای عراقی داده میشم، به دلیل ورود غیرقانونی هم 8 سال به زندانهای صدام بمونم. که من فکر کردم خب اینها صحبتایی که میکنن تا طرف تصمیم بگیره بشینه بترسه. گفتم باش امضا میکنم میرم. نامه رو من امضا کردم تحویل دادم، که از همون روزش من رو بردن در یک محل دیگری به اسم اسکان، که خیلی از بچه ها با این محل آشنا هستن و خوب هم میشنسنش. تا 1 ماه من اونجا بودم، شکنجه فیزیکی در اونجا من نشدم، ولی برخوردهایی که بود، حرکاتی که بود، بسیار سختتر و طاقت فرساتر از هر شکنجه بود. شکنجه خب آدم 2-3 ساعت بعد دردش یادش میدن، ولی خب صحبتهایی که میشد از همون روز اول، شروع کردن سیستم شستشوی مغزی، صحبت کردن نمیدونم در رابطه با جنایت رژیم، در رابطه با اسلام، نمیدونم در رابطه با هر چیزی که ما فکر بکنیم، اینها صحبت میکردن که فرد رو به اصطلاح خام بکنن و وارد سیستم پذیرش خودشون که همون سیستم نظامیشون میشه در واقع اونجا بفرستن. تا 1 ماه من اونجا موندم، بعد 1 ماه دیدم که نه واقعا از یه جدی هستش. تعدادی از بچه ها بودم که مثلا 7 ماه 8 ماه در اون محل بودن. یکی بود که میگفت 1 سال و 3-4 ماه اینجاست، همچنان منتظره که به تعدیل دولت عراق بدن. من دیدم که خب بین بد و بدتر بد انتخاب کنم بهتره، تا ببینیم چی میشه. موافقت کردم که وارد پذیرش بشم، ولی قبل از ورود به پذیرش باز هم یک سری فرم ها بود که باید امضا میشد و این هم صحبت میشد. صحبت میکردم 7 تا اصل بود که واقعا یادم نیست چی بود، چند تاش نمیدونم شهادت پذیری و اسلامی بودن سیستم و هرچی سازمان گفت گوش کنی و از این چیز ها بود. که من امضا کردم و وارد پذیرش شدم. تا این مقطع اگر سوالی چیزی هست من جواب بدم تا وارد. من ممنونم از شما. اگه یه مقداری لطف کنید درباره این اسکان بگید، چون بعضیا میگن بنگاله، بعضیا اون حالت زندان انفرادی رو میگیرن میگن، ولی من این کلمه اسکان رو از دوستان دیگه هم شنیدم. شما میگید دوستان میدونن، ولی برای من و دیگران که نبودیم، اگه بتونید اون رو توضیح بدید که به چه صورت هست. آیا یه قسمتی هست که اونایی که میخوان جدا بشن اونجا هست؟ شما گفتید شکنجه فیزیکی نشدید، ولی از لحاظ صحبت و روانی و اینهای مقداری در اذیت و آزار بودید. این رو برای ما باز کنید بفرمایید. بله، اسکان خب یک جایی بود که به اشتباه اونجا میگفتم اسکان. چرا؟ چون قبل از انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین، قبل از طلاقهای دست جمعی، خب اونجا خونه بوده، بچه بوده، زن و شوهر بوده. بعد از داستان انقلاب خب اونجا رو تعطیل میکنن، بچه ها رو میفرستن به اروپا، زن ها رو از شوهرهاشون جدا میکنن و این اسم اسکان همچنان میمونه روی اون بخش.
برای منی که نیروی جدید بودم، هنوز سازمان رو نمی‌شناختم، خب سازمان نمی‌اومد در جا کابل بردار و شلنگ رو شروع کنه منو بزن، مجبور بود با زبون منو خام بکنه، با زبون منو بچرخونه. ببخشید روی حساب من شکنجه فیزیکی نشدم، ولی برای نیروهای قدیمی‌تر، کسایی که 10 سال، 8 سال، 5 سال، حتی 2 سال در سازمان بودن و سیستمشون بودن، اونها اگر خطایی میکردن یا بحث خروج از اشراف از سازمان جدید رو میکرده، اینها رو منتقل میکردن به همون اسکان که تقریبا اتاقهای کوچیکی بود مشابه به سلول انفرادی. ماهایی که جدید بودیم خب نه قطعا فرق میکرد، تلویزیون داشت، البته ما رو خود مجاهدین، رادیو داشت، ما رو خود مجاهدین، امکانات خود مجاهدین بود، یه مقداری مشابه به یک اتاق فردی مجردی. برای قدیمی ترها نه، در همون محل، چون یکی دوتا اتاق که نبود، خیلی زیاد بود، افراد می بردن اونجا، خب شکنجشون می کردن که چرا مثلا رفتی با فلانی علیه سازمان صحبت کردی، چرا می دونم درخواست کردی که بری بیرون از سازمان، چرا نمی دونم نفوذی رژیم هستی صحبت نکردی، چیزایی که می چسبوندن بهشون. داستان اسکان تا چیزی که من می دونم، حالا بخشش میمونه برای خروج خودم که در همین اسکان من هم رفتم، در اونجا پذیرایی شدم، اینا هم هست که در ادامه عرض میکنم خدمتتون. ممنونم. خب پس لطف کنید به اصطلاح بگید که در این سالیانی که قبول کردید که اونجا باشید، به قول خودتون بین بد و بدتر، بد رو انتخاب کردید، چه گذشت؟ آیا شما هم جزء ارتش بودید، ارتشی که اینها تا مدت قبل میگفتن ارتش آزادی بخش، جدیدن آقای رجوی میگه ارتش مریم؟ لطف کنید در این مورد یه مقدار توضیح بدید. آیا در عملیاتی هم شرکت کردید یا نه؟ بفرمایید. من در هیچ عملیات خوشبختانه نبودم. همونجور که گفتم قبل از ورود یک سری تعهدات میگرفتم که من امضا کردم و وارد سیستم پذیرش ارتش شدم. بعد از گذشت مدتی یک فرماندهی داشتم که اومد گفتش که نماز خوندن اینجا اجباریه، یعنی هر مجاهدی باید نماز بخونه، که من شخصا معتقد نبودم، میگفتم که نخیر، سیستم اسلامی داستان اسلام مذهبی چیز شخصیه و من این کار رو نمی کنم، فقط بخاطر این که موافق نبودم با این داستان. که اینها اومدن گفتم پس تو نمیتونی یک مجاهد بمونی یا مجاهد باشی، تو فقط یک عضو ارتش میتونی باشی، که منم از خدا خواسته گفتم که بله قبوله، من فقط عضو ارتشم. در این داستان هم تا 6 ماه ادامه داشت. بعد از 6 ماه خود نشستهای دست جمعی میذاشتن، انتقاد میکردن، صحبت میکردن، توهین میکردن، گاهن به درگیری فیزیکی میرسید سر فرد که تو چرا نمیای شرایط سازمان رو بپذیری، چرا امضا نمیکنی که تو یک مجاهد مسلمان هستی. تا 1 سال این داستان طول کشید، من زیر بار نرفتم تا نزدیکی های جنگ امریکا به عراق بود، سال 2002 فکر کنم، که نیروهای جدیدی رو که در پذیرش آموزش دیده بودن رو تقسیم کردن بین ارتش ها، یگان های رزمی به اصطلاح، که من هم فرستادم به قرارگاه به اسم قرارگاه مهم. در اون قرارگاه من رفتم، مثل بقیه بچه ها خوب تقسیم شده این جای مختلف. همچنان این دعوا بین من و سازمان بود سر موضوع اسلام و سر موضوع طلاق دادن به اصطلاح زن و زندگی. من زیر بار نمی رفتم، می گفتم خب من نه زن دارم نه زندگی داشتم، من خودم بودم و خودم نه زنی نداشتم، چیه طلاق دادم؟ بحث ایدئولوژیک بود در واقع، که من همیشه تحت فشار این قضیه بودم، هیچگاه به من عضویت ابلاغ نشد، من همچنان به اصطلاح اونجا کاندیدای عضویت بودم، عضو نبودم من تا روزی که اومدم بیرون از سازمان. بله خیلی ممنون. لطف کنید این ماجرای به اصطلاح جدا شدنتون و اینها رو یه مقدار توضیح بدید که چی شد و اون به اصطلاح مراحل اون رو برای ما بگید. بله من بعد از جنگ آمریکا و عراق شرایط مقداری بازتر شد، ولی نه وقت که کامل باشه برای یک خروج. یک بخشی تأسیس شد از طرف ارتش امریکا به اسم جیاتیف، یک کمپی بود کنار شمال اشرف. من فراموش کردم که بگم هنگام ورودم به سازمان من همراه با پسرعموی خودم بودم.
پسرمون من بعد از اینکه این کمپ تشکیل شد در شمال اشرف، از اشرف فرار کرد، رفت به کمپ به جیتیف. بعد از مدت کوتاهی خب پسرمون نمیدونم با FBI چجوری صحبت کرده بود که من اینجا، من محمود در اشرف هستم و خواستار ملاقات با من هستش. من هم رفتم ملاقات پسرمون در اونجا که هم شرایط ببینم چی هست. یه تو سازمان منفی تعریف میکرد از سیستم جیتیف. من رفتم در اونجا دیدم سیستم جدید جایی بود که بسیار وحشتناک بود برای شخص من. همچنین جایی من نمیدونستم زندگی بکنم، در چادر بدون حموم، نمیدونم بدون وسایل بهداشتی. شرایطش برای من شخصا مناسب نبود. روی همین حساب من با پسرمون صحبت کردم، چی میگن، دید بازدیدم کردم و برگشتم دوباره به اشرف. بعد مدتی که شنیدم شرایط در تیف بهتر شده، من درخواست دادم که میخوام برم بیرون، که دوباره شروع شد نشست های ایدئولوژیک، تشکیلاتی، انتقاد کردن، برخوردهای توهین‌آمیز که نباید این کار رو بکنی. هر بار به هر بهانه من رو منصرف میکردم. تا گذشت سال 2009. سال 2009 دولت عراق یک سری مصاحبه های شخصی داشت با افراد که چه کسی میخواد بره بیرون، چه کسی نمیخواد بره بیرون. البته قبلش یک سلسله نشسته خیلی زیادی بود توسط خود مسعود رجایی از طریق اینترنت، اسکایپ، یاهو با افراد میکرد، افراد رو به اصطلاح سوژه میکرد، وسط جمع هزار نفره صحبت میکرد، تعهد میگرفت که هیچ کس به اصطلاح جدا نشه از تشکیلات سازمان. در این پروسه خب من تصمیم گرفتم که بیام بیرون، چون هم داستان تیف امریکایی انجام شده بود، مستقیم تحت کنترل خود دولت عراق می رفتیم. من درخواستی نوشتم برای فرمانده و قرارگاه که من دیگه نمیخوام بمونم در این ارتش، در این سیستم، میخوام برم. اینها 14 روز که من نگه داشتنم اینجوری بلا تکلیف که امروز فردا، امروز فردا، دستشون هم زیر فشار بود از طرف دولت عراق که مصاحبه ها باید شکل بگیره. من بعد از 14 روز شروع کردم با من نشست های انفرادی گذاشتن، صحبت کردن، وعده وعیده های عجیب و غریب دادن که بمون، نمیدونم اتاق شخصی میدیم بهت، اینترنت بهت میدیم، تلویزیون بهت میدیم، چیزهایی که اصلا نبود در سازمان، استفاده از اونها رو اصلا بلد نبودیم. اینها به من میگفتن که میدیم. من از اونجا که میشناختم این سازمان رو خیلی خوب، من یک میدرستم همه چیزش دروغه، همه چیزش وعدای امکیه، همچی سرابه، نپذیرفتم. گفتم نخیر، من باید برم بیرون. گذاشتیم میرم، نگذاشتیم فرار میکنم. فرار نشد، از طریق سیستم حقوق بشری عراق من اقدام میکنم و میرم بیرون. از اون روز من رو گفتن که باشه ما میفرستیم به یه شرط که بیا این نامه رو امضا بکن. نگاه کردم که نامه بود به اصطلاح برای سلیم سرخ که من این جانب محمود سپاهی آزادانه تصمیم گرفتم، اولین بار تصمیم گرفتم میخوام خارجشم از سازمان. بعد از خروجم از سازمان من نمیدونم کاری به رژیم ندارم، افشاگری رو همچنان میکنم به رژیم، ولی هرگز با رژیم همسو نمیشم. یک سری تعهداتی که خب همیشه هست این سازمان، من این نامه رو امضا نکردم. گفتن که نمیتونی بیرون تا این رو امضا بکنی. گفتم من امضا نمیکنم همچین نامه رو هرگز، من همسو با رژیم نیستم، نمیشم، ولی این نامه شما رو امضا نمیکنم، تو فردا از من سوء استفاده میکنی. یه چند روز دیگه من نگه داشتن تا بودن محمود اسکان به اصطلاح شخصی بود به اسم مختار، نمیشه گفت انسانی بود به اسم مختار چون موجود عجیبی بود. هر روز هر بهانه با من درگیری فیزیکی داشت. ده دوازده روز گذشت، هر روز من درخواست پشت درخواست که زودتر من تن تکلیف کنم برم، چون تنها بودن در یک اتاق بسته در روز یک بعد غذا، خب این کار مشکلی بود برای من که ده سال در جمع 150 نفره بودم. که اینها بعد از به اصطلاح بعد از 10 روز گفتن که امروز فردا کارتو درست میکنیم، تا یک اکیپی از ارتش عراق با دو نفر از ارتش امریکا و تعدادی از حقوق بشر عراق داشتن و منطقه رو بازدید میکردن. اون روز بودش که ما شانس آوردیم و دیدم و متوجه شدن که ما اونجاییم. اونها ما رو تحویل گرفتن و تحویل نیروهای به اصطلاح حقوق بشری عراق رو. این شد که ما خارج شدیم از سازمان.
من ممنونم از شما. به نظر میاد که شما اون به اصطلاح چند سالی بیش نیست که از اینها جدا شدید، مخصوصا اشاره کردید که سال 2009 این برنامه بوده و آقای رجوی خودش از طریق اسکایپ، و میخوام ببینم اینها شما ویدیو یا حضور ایشون رو هم میدیدید یا همون صحبتایی بوده که بعضیا باور دارن که این صدای یه نفر دیگه است و نوشته ها رو نوشته های دیگران. یعنی میخوام ببینیم که شماها که اونجا بودید چی میگفتن، حضور آقای رجوی که چند سال حس نمیشد، پیدا نبود، به شماها چی میگفتن؟ والا من شخصا معتقدم که خودش بود. ویدیو خاصی ما ازش نمیدیدیم، ولی صدا، فرهنگ صحبت کردن، فکر نکنم کسی به این شکل بتونه ادا اونو در بیاره، چون مسئول رجوی شخصیت منحصر به فرد خودش داره، فرهنگش میشه قشنگ شناخت. ما که خب اونجا بودیم و نزدیک قبلا دیدیم، نشست گذاشته برامون، خب میشناختیمش. بعد به نظر من که خودش بود. حالا در این نشست ها چه گفته میشد؟ در این نشست ها گفته میشد که آره من لامپ ها رو خاموش کردم، اصطلاحی که در سازمان بود، ولی نمیدونم مسئولین شما نگذاشتن، گفتن که شما همه مایلید بمانید در اشرف، در صورتی که من حاضرم قسم بخورم که 80% افرادی که اونجا ناراضی و خواستار خروج هستن. در این نشست ها اکثرا بحث ایدئولوژیک میکرد، قرآن را تفسیر میکرد اینجوری که دوست داشت، بحث سیاسی رو میچرخون به نفع خودش اونجوری که دوست داشت و فکر میکرد که نیرو بیشتر به اصطلاح ذهنش آروم میشه که برونه تو اشرف، امیدی داشته باشه به سرنگونی رژیم. در این نشست ها خب تعهداتی گرفته میشد، یک بار نمیرم تعهد بده که تا 2 سال میمونم نمیرم بیرون، یک بار تعهد بده که نمیرم گوش به فرمان سازمانم، یک بار تعهد بده که جلوی لوده رو توپ و تانک عراقی دراز میکشم تا از اون رد شدم به قیمت اشرف. از این صحبت ها میشد که خب کسایی که خب مخالف بودن مثل من، مثل بقیه دوستان که زدم بیرون، خب این صحبت ها رو میدونستم، همش پوچه، همش دوخالیه، همش شرفه تکراریه که چندین و چند سال تکرار میکنه. این صحبت ها میشد و در رابطه با مسعود رجایی سوال کردیم که به نظر من شخصا معتقدم که خودش بوده و همچنان هست و امیدوارم که بمونه همچنان زنده، که روزی به پای میز محاکمه برسه. حالا من ممنونم از شما. اون ماجرایی که چراغا رو خاموش میکنم یعنی یاداوری اون داستان کربلا و امام حسین بوده که گفته که ما خاموش میکنیم که هر کسی میخواد بره و به اصطلاح خجالت نکشه. لطف کنید شما یه مقداری از وضعیت فعلی سازمان بگید. مثلا من دیروز بود داشتم این آخرین صحبت ایشون رو که 5 دی ماه 1391 پخش شده گوش میدادم، که توی همون میگه که ارتش مریم، بعد به اصطلاح من نمیدونم ارتشی که قرار همه چیزش رو گرفته باشن و دست آمریکایی‌ها باشه چجوری باز میشه اسمش رو ارتش گذاشت. به نظر شما این سازمان داره به کجا میره و اینجوری که شما تعریف کردید از اون ریکروت کردن یا جلب نیرو که بر اساس دروغ و تزویر و قول‌های بیخود بوده و بعد نگه داشتن اونجا که بر اساس انتخاب بین بد و بدتر بوده، بعد جدا شدن که بر اساس تهمت و به اصطلاح برچسب زدن هست، خب این که خیلی سازمان به اصطلاح پوشکی به نظر میرسه و نمیشه بهش به اصطلاح اطمینان کرد. شما فکر میکنید یه همچین سازمانی شانسی داره هم برای خودش هم در آینده ایران؟ من جواب سوال اینجوری میدم. ببینید قبل از حمله امریکا به عراق، سازمان مجاهدین خود در عراق به طور واقعی قدرت داشت، تنها نیروی بود که با تانکش بدون مجوز میچرخید، با سلاح کمریش میچرخید، کسی کاریش نداشت، چون ارتش مال صدام بود، ارتش آزادی بخشی که میگفتن ارتش آزادی بخش ملی ایران، خب یه ارتشی بود دست ساخته صدام، چیز واضح و روشنی هستش. بعد از سقوط صدام خب قانونمند بعد این ارتش هم منهدم میشد و میرفت که شد. زمانی سازمان مجاهدین نیروی جوان داشت، سلاح داشت، دندون مسلح بود، پایگاه به اصطلاح نظامی داشت در عراق، پشتیبانی صدام پشتش بود، 7-8 پایگاه نظامی در کنار مرز ایران داشت. این سازمان در اون سالی هم نتونست کاری بکنه، حتی اسمش هم در لیست تروریستی نبود اون زمان، خیلی مثل الان چهرش منفور رو میدین کسی نمیشناخت، چون درهای خروجی بسته بود،
اون زمان سازمان مجاهدین نتونست کاری بکنه. چرا؟ چون خواسته صدام نبود. اصلا این ارتش آزاد بخشش میگن به نظر من یک عشق نبود که گذاشته بودن حالا به اصطلاح به این شکل پیش کار خودشون پیش ببرن. بعد از سقوط صدام مجاهدین متحول شدن. روزی همین سازمان مجاهدین میگفت که سلاح ناموس مجاهدین هستش، ارتش آزادی بخش نفس سازمان مجاهدین هستش. خب سلاح رو دو دستی تقدیم کرد به آمریکا، پس مجرد میخوام سازمان مجاهدین شد بی ناموس دیگه، چون میگفت ناموس ما سلاح ما. گذشت میگفتن اشرف، پایگاه استراتژیک، قلب تپنده، نمیدونم آزادی، تنها اپوزیسیون موجود در دنیا برنده حکومت جمهوری اسلامی ایران. خب اشرف هم خب همه دیدیم با چه قضاحتی از دست داد، چندین نفر کشته شد بدون هیچ دستاوردی. همین مسعود رجایی بود که همین ارکا رو میزد، پیام میداد، میگفت باید بخوابیم جلوی تانک توپ ارتش عراق. من شخصا موافق نیستم که ارتش عراق به این شکلی نقش رفت و میگرفت، چون خب قضیه حقوق بشر هم در نظر گرفته بشه. یک سری افراد قربانی شدن این وسط، یک سری نیروهایی که من شخصا نزدیک خیلی هاشون میشناختم، میدونستم مخالف هستن با سیستم سازمان، ولی سازمان اینها رو مجبور میکرد که دارن بخوابن جلوی گلوله دشمن، دشمن خودشون به اصطلاح، نه دشمن من. حالا همین سازمان برمیگرده شعار میده در فرانسه، میگن صدای طبل از دور خوش است. من امرنجی نشسته توی قلب اروپا تو فرانسه، پیام میده ارتش آزادی بخش در نگونی رژیم سال 2013 تغییر رژیم. یک عقل سالم میشینه فکر میکنه که چجوری، چگونه، با چه ابزاری، با چه نیرویی، زمانی که 700 نفر از نیرویشون ظرف 2 سال 3 سال جدا میشن از سازمان مجاهدین. الان میانگین سنی در سیستم مجاهدین کلا 45-50 ساله، با یک نیروی 45-50 ساله که نمیشه عملیات نظامی کرد. عملیات نظامی قبل از هر چی سلاح میخواد، ارتش میخواد، پایگاه نظامی میخواد. اینا هیچ کدوم رو ندارن، داشتن از دست دادن، پس یک باختی دارن. هیچ پایگاهی نداره، سلاح نداره، حمایت دولت نداره، حمایت مردمی نداره، خانواده های اعضا همین که خب همه میبینن در اینترنت 24 ساعت جلوی در اشرف بودن که ما بچه همون رو میخواییم ببینیم، بچه همون رو میخواییم ببینیم. جدا از بحث رژیم، جدا از بحث مجاهدین، جدا از بحث مبارزه، این حق یک خانواده ای که فرزند خودش رو 20 ساله که ندیده رو ببینه یک بار. ولی مجاهدین از ترس اینکه این نیرو جدا بشه، یعنی تا این حد ضعیفه، میگفت نه نباید خانواده خودتو ببینی، مبادا اینکه جدا بشه از دست ببینی بیشتر. اینها همش حرفای تو خالیه که معنی آره جنجه میزنه، خوش رخصیه برای پارلمانترها برای پیشبرد کارهای خود تروریستی خودشون در سوریه، یک بازیه با داستانه اسرائیل که من کلیفش نمیدونم چیه. به نظر من نخیر، هیچ امکان نداره که این سازمان مجاهدین روزی خودش شخصا به قدرت برسه، الا اینکه دست دیگری در کار باشه که اون در آینده مشخص بشه. ممنونم از شما. شما در مورد خانواده های مجاهدین که میان به عراق، مخصوصا بعد از اینکه صدام از بین رفته، مجاهدین ادعا میکنن که این خانواده ها از طرف ملاها و آخوندها و جمهوری اسلامی حقوق بگیر هستن و براشون امکاناتی فراهم شده، میان اونجا. اتفاقا امروز بعد از شما یک 10 دقیقه اون فیلم رو میذارم. آیا شما وقتی اونجا بودید برخوردی داشتید، دیدید که مثلا اینها میان اونجا چگونه باشون رفتار میشه؟ کی درست میگه؟ مجاهدین درست میگه یا این خانواده ها درست میگن؟ ما رو یه مقداری در این مورد به اصطلاح روشن کنید. ببینید یه خانواده از ایران بلند میشه میاد که بچه‌شو ببینه، اینو بذاریم کنار. من یه پسرعموی داشتم در بلوچستان ایران که شاید بگم 30 سال در پاکستان زندگی میکرده، فارسی بلد نیست صحبت بکنه. این آقا از طریق امارات بنای شده بود اومده بود جلوی اشرف سال 2004 که من رو ببینه. مجاهدین، مشخصا شخصی به اسم سعید نقاش که یکی از فرمانده های یکی از شکنجه‌گرهای اشرف بود اون زمان، بر میگرده این پسرم من میگه که محمود رو ما فرستادیم یک معمولیتی تا یکی دو سال نمیاد. خ
خب این فرد که اصلا ایران نبوده، اصلا با ایران درگیر نیست، اصلا سیستم ایران رو نمیدونه، مشکل این چی بود که نذاشتن؟ چون میدونستن من نیروی هستم، مثلا دار نیروی هستم که هر لحظه امکان داره که جدا بشم از اینها، این راه رو میبستن. و یه چیز واقعی هم هست، فردی که 20 سال مادرش رو ندیده و اولین نگاه و معلومه که کل سیستم سازمان براش آشکار میشه، بعد سازمان هیچ سلاحی دیگه نداره جز این که تهمت بزنه، جز این که بیاد بگه که این نیروها رو اطلاعات میفرسته، جز این که بگه اینا اطلاعاتی هستن، در صورتی که هیچ مدرکی نداره سازمان این حرف رو میزنه. چجوری امکان داره که کل اعضای سازمان 3000 نفر، خودشون میگن 3000 نفر میشه 3000 تا خانواده، میشه 6000 تا پدر مادر، یعنی کل این 6000 تا خانواده مصدر اطلاعات هستن. نمیشه هم چیز قابل باور کرد، قابل باور کردن نیست. خیلی هستن که خب برادرشون کشته شده تو همین راه مجاهدین، پدرشون بوده، مادرشون بوده، خب اینا قدیمه اطلاعاتی نبودن، چجوری شد که ظرف 2 سال 3 سال همه عضوی رشتن طریق اطلاعات، همه اطلاعات میفرسته؟ به نظر من یه حرف تو خالیه که اصلا نمیشه که باور کرد. ممنونم از شما. من باز هم به دوستانی که در سازمان مجاهدین مسئول هستن و شناخته شده هستن این رو اعلام میکنم که اگر صحبتی دارن درباره صحبتهایی که شما و دیگر دوستان کردید، میتونن از وقت تلویزیون مردم استفاده کنن و جوابگو باشن، یا به قول معروف طرف داستان خودشون رو تعریف کنن برای بینندگان و شنوندگان. ضمناً از بیننده ها خواهش میکنم که اگر مایل هستن با شما تماس بگیرن، پرسشی داشته باشن یا احتمالاً نظری رو با شما در میون بذارن، با شماره تلفن و ایمیلی که روی صفحه کامپیوتر و تلویزیون هاشون میبینن میتونن تماس بگیرن. ضمناً از شما میخوام که در قسمت پایانی اگر وبسایتی دارید، فیسبوکی دارید، ایمیلی دارید و مایل هستید که دوستان بیننده و شنونده با شما در تماس باشن اعلام کنید، اگر نه که همین 703-957-6150 در آمریکا و info@mardomtv.com وسیله باشه تا دوستان بتونن با شما در تماس باشن. بفرمایید. بله، من آدرس اینترنتی tanhasepahi@fanyahoo.com، فیسبوک من به اسم خودم محمود سپاهی، در هر کجا که مجاهدی راضی باشه ما حاضرین بشینیم بحث مسالمت آمیز، نه چون وقت کشی مثل چند وقت پیش در پاریس، ما حاضرین به بحث انتقاد بکنیم، انتقاد بشنویم، ولی در صورتی که خب به یک چیز رسمی باشه ما صحبت آمون رو خواهیم کرد با مسئولین سازمان، با هر کسی که اینها خودشون بگیره. من ممنونم از شما. معمولا بعد از اینکه جدا شدن دوستان به اصطلاح بعضی هاشون دچار مشکلاتی شدن. آیا برای شما مشکلی پیش آمده یا درگیری پیش آمده؟ دوستان مجاهد یا هوادار مجاهد که اینجا هستن میگن نه، مجاهدین اصلا اهل این ادبیات نیستن، پرخاش و صحبتای بد و حمله و اینها نیستن. شما به اصطلاح اون خاطرات خودتون رو بگید اگر چیزی بوده در این رابطه. بله، یک روزی ما میخواستیم یک میتینگ کوچیک بذاریم در میدان سن میشل پاریس، ما رفتیم اونجا که عکسش هست، فیلماش هست که هواداره مجاهدین، اعضای خود مجاهدین حمله کردن به ما با چوب، با زنجیر، با چتر، با نمیدونم صندلی رستوران کناری حمله کردن به ما، شعار میدادن که شما مزدور هستین، نمیدونم از این چیزها. یک روز دیگری با یک دوستی در شاتله در همین پاریس قدم می‌زدم، یه قراری داشتم با یک دوستی که اینها یک میتینگی داشتن، من سعی کردم که اینا منو نبینن ولی خب من نمی‌دونم منو دیدن و معذرت می‌خوام، گله‌ای دنبالم می‌کردم توی خیابون‌های پاریس، بس داد می‌زدم بربر تروریست، من نمی‌دونم تروریست منم یا اونا، دو تا مورد من داشتم. بله، من ممنونم از شما. اگر پرسشی سوالی پیش اومد امیدوارم بتونید در برنامه های آینده مهمان برنامه ما باشید و پاسخگو باشید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. مرسی، همچنین تشکر میکنم. خدا نگهدارتون. خدا. بله. دوستان عزیز، ممنونم از دوستانی که میان وقتشون رو میذارن و با شما صحبت میکنن. شما هم اگر پرسشی دارید از طریق شماره تلفنی که روی صفحه تلویزیون و کامپیوترتون میبینید 703-957-6150 پرسشتون رو مطرح کنید، نظرتون رو بیان کنید، برای این دوستان ارسال میکنم. ممنونم از یکایی که شما بذارید در رابطه با همین خانواده مجاهدین که
میرن و برخوردی که کمپ اشرف باشون شده، فیلمی هست حدود 10 دقیقه، اون رو با هم ببینیم و برنامه ها رو با هم پیگیری کنیم. ممنون، اوقات خوبی داشته باشید. مرسی. اصلا ما کاری نشیم، ما فقط خواستیم بچه هامون رو برگردونیم که خواسته بچه هامونم بود. چهره خیلی خسته، عرض کنم خدمتون، بسیار افسرده، مشخص بود که درونش نمیخواد باشد اینجا، ولی به یه صورتهایی محافظ براشون قرار داده بودن، نمیتونست حرفشو بزنه، حتی میتونم بگم چون سشوی مغزیشون داده بودن. برادر من اون برادر 18 سال پیش نبود. من از قلب برادرم اطلاع داشتم، از رؤوفتش، از مهربونیش. زمانی که گفتم پدرم منتظرته، تخت بیمارستان خوابیده، و پدرم آخرین حرفش این بود که رو تخت بیمارستان گفت که من دارم میمیرم ولی فرهادم رو ندیدم. ولی متاسفانه اینم که بهش گفتم هیچ گونه اثری روش نذاشت. ما تصمیم گرفتیم برای دیدار فرزندان ما یا از سازمان های بین المللی کمک بخواییم فرزندان ما رو آزاد کنیم. ما این تصمیم گرفتیم، به کربلا اومدیم، به شهر بغداد اومدیم. بعد از 48 ساعت قبل ما یه تظاهراتی داشتیم در UN، اونجا به ما تعهد دادن، قول دادن، کار مساعدت با ما کردن که ما منافقین را ببینیم. رفتیم در مقرشون، باید توجه به این که بعدی از آقای سرکرده های منافقین ما صحبت هایی داشتیم، اینا گفتن که ما 3 روز اطلاع داریم که شما اومدیم، میخوام بیاییم پیش ما. ولی با بدترین رفتار انسانی، با بدترین رفتار انسانی که فوش، فحاشی، مشتلقت، دست به امریکایی بردن، با 4 تانک ماشین ما را محاصره کردن، همه ما را دستبند زدن. واقعی خانواده بودن که 20 سال، 18 سال، 15 سال خبر ندارن هم بچه هاشون. ببین اینا خانواده ایزن سیاسی باشن، اصلا هیچ علاقه هم به سیاست ندارن، فقط اومدن اطلاع پیدا کنن. چرا 18 سال بچه هاشون حتی نتونستن یه نامه، یه تلفن بزنن؟ ولی رفتیم اونجا، برخوردی که اونا با ما کردن. من آقای محبی رو با هم دستان زدن نزداشتن، تحویل نیروهای امریکایی دارن. ما همش 2 ساعت پیش بچه‌مون بودیم، 2 ساعت هم با 2 تا محافظ علکی هم ما رو این ور اون ور می‌بردن، 4 ساعت در خود سالون منتظر بچه‌مون بودیم. این دیدار بچه‌مون میاد نمیاد، الان میاد، هی دوستاش علکی نمیادن میگفتن ما رو سر کار گذاشته بودن. ما رو تنها نذاشتن، 3-4 نفر محافظ گذاشته بودن که به هر صورتی من می‌خواستم جدا بشم، برادرم رو جدا کنم از اونا، باز دوباره به یه صورتایی می اومدن ما را تعقیب میکردن، حتی به صورتهای مختلف از همون مجاهدین می اومدن به عنوان روبوسی، به صورتهای حال احوال، احوال پرسی، نمیدونم شما برادرشی، شما نمیدونم چقدر شکل همید، وقتمون رو به این صورت وقت می گرفتن. ما هم میخواستیم بچه با بچه ما ثابت بکنیم، 2 نفر اونور بودن، 2 نفر اینور. من بچه من اول خیلی قشنگ صحبت کردم، این دلداری دادم که این نگرانی نباشه از من. بعد وقتی که از اینجا بلند شدیم آب خوردن فلان، گفتم من نمیخورم آب خوردن، تو اول بیا بریم اون طرف قدم بزنیم، من گرمه. علیکی گفتم 4 تا صندلی اونجا بود بیرون، رفتیم با خانوم رو برداشتم، دیدم 2 تا دیگرم اومده اون ور نشستن، 2 تا این ور. اسمشون چیه پسر؟ پسر من محمد جواد نوروزی، بنده محمد نوری نوروزی هم. چند وقت ندیدیش؟ 16 سال. اینا نیذاشتن ما صحبت بکنیم که بچه ما حاضر بکنیم. گفت مطمئن باش، به مادرم بگو برمیگردم، اونم با ماشین برمیگردم. گفتم چطوری؟ چطوری؟ گفت اگه اینجا بیام بریدن 3 سال زندانم میکنن، بدبختر میشم. گفتم پس یه طریقی فرار کن. گفت اگه تونستم مطمئن باش فرار میکنم، منتظرم باش که فرار میکنم. 17 سال چشم برا هستم، بچه من باید بیاد. با کارت سلیب دارم، رفتم UN نشون دادم به اون آقایه، گفتم این کارت سلیب منه، بچه منه از اردوگاه دزدیدی، بچه باید وقتی که اسارت تموم میشه مرخص میخوام بخونه باید تصمیم بگه. نه وسطه، وسطه 1 سال تو اردوگاه هست اینه بودوزین ببرین، اینجوری نیست، سلیب باید ما حمایت بخونه. سلیب از وسط اردوگاه بچه رو برداره ببره وقتی که تبادل نشده؟ تبادل نشده نباید بچه رو ببری. کارت منو گرفت، گفت کارت میدی با من UN؟ گفت کارت میدی با من؟ گفتم نه. کارت اومد نگاه کرد، کارت خود
اینجا هم دادم آمریکای کارت خون. گفتم بچه من اسیر بود، اسیر. چقدر اسیر جایی تو زندان منافق چکار میکنه؟ شما رو با خودم یه فکری با حال ما بکنه. بچه های بابا یه اخی زندگی نداشت. چرا دربند اینا هست؟ سران اینا دارم در کشورهای خارج کرد میکنم. زنهای متعدد دارم. اینا رو اینجا به بیکاری میکشه. بدون اینکه خود خواسته خودشون باشه. و والله وقتی آرام به من گفت انشاءالله به زودی من میام، فهمیدم که هر دلش اینه که به زودی از اینا جدا بشه و به زور محکم اینه نگه داشته. داخل با خانومم برای بچم ساعت 5:30 با شهود همه آقایون، ساعت 5:30 از منافقین بچه من آوردن با 5 تا همراه. گفتم شما که مج میگید مجاهدیم، شما که میگید خلقیم، آزادی آزادی، چرا نمیذارید با بچم حرف بزنم؟ بچم گریه کرد گفت من بابا اومدم تو ترکیه با 10 میلیون تومان پول سر مرز، اومدن جلو هم حریف هم نشدن، تو هتل خواستم آبا اینا هم 11 ماه پیش دزدیدن، با 5 میلیون ازم گرفتن گفتن میبریمت آلمان، از اونجا من سوار کردن آوردن تو منافقین، اونجا هم کل گذاشتن بیخ گوشم، گفت که یالا تلفون بزن به پدرت بگو رو مرز آلمانم. این بچه هره میخواست بیاره، حتی اومدن گفتن بلنش آقای خانم هم بعدم گفت بیان جوونو کمک کنین، این جوونو بیاری، جوونو داشت میومد نذاشتن، از دستش گرفتم بردن. آخه من فردی هم الان با ما اومد برگشتش بیچاره کردم، چرا اصلا میگم داشت میگم من میام لباسم پوچیده بود، الان میگم نمیدم چه بلایی سر بچم بیارم، از کرمانشاه اومده بود بچم گرفتن بردن، من از جون بچم میترسم. این منافقین آقا، منافقین میگه سوزن میزنن، سوز آمپول دارن میزنن، از بین میبرن، زنده به گور میکنن، تو زیر زمین دارن. ما خواهشتی که از بین نبلر داریم، سبیل سوخ داریم، بچه ها ما مخواهد بیان، ما بچه همونو مخواهد. اگه بچه ما یه طوری بشه ما دامنه که بگیریم؟ 2 سال خدمت چی کرده؟ خلاص کرده، ورقه تو دسته، فرمانده ضد انقلاب بوده، 700 سرباز خدمت کرده رو برد، گفت یه ابو قره ورقه بگیریم، بچه ما رو داد دست دشمن. چند سال هم زندان بود، 4 سال هم زندان عراق بوده، کربلا بوده، بچه ما رو اومدن بردن اونجا، اونجا هم بردن. ما چند سال اطلاع نداشتیم، هی رفته ایم اومده ایم، برادرش رفته رفته ایم اومده ایم، تا حال اطلاع پیدا کردیم. حالا هم که اطلاع پیدا کردیم، اون دفعه یه همچه خرچ کرده ایم، ما شهرستان میشینیم 300,000 تومان شوخه که نیم داده ایم، اومده ایم یه ساعت ما بچه همونه ببینیم، اونجوری باید به ما رفتار کنن. ما بچه همونو ما خواهیم، ما خواهش دیگه داریم، از سر سوق بین الملل هر کاری به زودی زود دستشون میاد بر ما بکنن. بچه همون نمیخوان اینجا بایستن، بچه همونو مخواهیم اون ما هم تو داریم میریم. من 17 سال بچه همونه دیدم، حالا یه زاد ببینم 17 سال کارت صلیب دارم، رفتم UN نشون دادم به اون آقای، گفتم این کارت صلیب منه، بچه منه از اردوگاه دزدیدی. آخه از این جایی تو زندان منافق چکار میکنه؟ روح پدرم که حتی بهش نگفتم که پدرتم فوت کرده، اصلا هیچ
من اصلا هم چه چیزی میکنم. ولی به من یه چیزی بگو، گفت مطمئن باش به مادرم بگو برمیگردم، اونم با ماشین برمیگردم. گفتم چطوری؟ چطوری؟ گفت اگه اینجا بگم بریدم 3 سال زندانم میکنن، بدبختر میشم. گفتم پس یه طریقی فرار کن. گفت اگه تونستم مطمئن با